شب بخیر ایران، امیدوارم که بتونم این برنامه امروز رو یه جوری منتقل کنم که دوستان یک سری مسائل جدید رو یاد بگیرن. امروز قرار مروری بر تغییرات مهم قانون مالیات ها رو من در خدمتون باشم، به دلیلی که خود قانون مالیات ها رو فکر کنم کلاس دیگه ای از آقای خادم درس خواهند داد، من تغییرات چه خدمت خواهم گفت. یکی از دوستان نوشته که چون تیر ماست به تیر ماهی ها تبریک بگید، منم میگم آهای تیر ماهی ها تولدتون مبارک. شما در مورد پسا کرونا وقایعی که اتفاق افتاده، آینده پژوهی پسا کرونا، نوید پیروزی علم و دانش بر خرافه ها و باورهای سنتی در همه ابعاد زندگی بشر، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و حرفه‌ای را برمهان آورده است. برای اینکه از قافله جهان پسا کرونایی عقب نمانیم، باید به سرعت خود را به ابزارهای نوین در حرفه مسلط سازیم، چه در غیر این صورت مصداق شعر شهریار خواهیم شد که گفت آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ هر چیزی یه وقتی داره، سعی کنید به وقتش مسائل یاد بگیرید. جهانی که ما در اون زندگی میکنیم جهان پیچیده‌ای شده. در حال حاضر تقریبا میشه بگید، میتونم با قاطعیت خدمتون عرض کنم که هیچ پیشبینی مشخصی در مورد سال 2020 و 2021 وجود نداره. صندوق بین‌المللی پول دیروز پیشبینی خودش رو تغییر داد، تصور میکنه که جهان با اوضاع بدتر از این مواجه بشه. و اما چون بورس ایرانم داغه، من این آمار رو در تقریبا 10 روز پیش دنیا گرفتم. بورس جهان 85 هزار میلیارد دلار قیمت داره، حجم معاملاتش 50 هزار میلیارده و 51459 تا شرکت هم در بورس جهان هست. از اون 85121 میلیارد 37480 هزار میلیاردش مال آمریکاست، یعنی بورس آمریکا نزدیک. حجم معاملات بورس جهان که 50 هزار میلیارده، 26 هزار میلیاردش مال آمریکاست. از اون 51459 شرکت بورسی هم 9688 آمریکاست. ایران بورسش در حال حاضر 250 میلیارد پیش بینی میشه، بستگی به نرخ ارز دیگه، الان ممکنه با نرخ ارز 20 هزار تومان بشه 210 تا. حجم معاملات بوده تا پریروز 41 میلیارد دلار و تعداد شرکت های بورسی هم 543. در 100 روز اول بورس تهران، آماری که دیشب ارائه شد، 852 هزار میلیارد تومان سهم جابجا شد، یعنی حدود 41 میلیارد. و جالب بدونید که بورس عملکرد سال 97ش که منتشر شده، کل مالیات بورس 7% سود شرکت ها بود. و اما مالیات. اگر مالیات یه هزینه اجتماعی بدونیم که شهروندان مالیاتی، یعنی مادیان مالیاتی پرداخت میکنن تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی رو، وظایف مندرج در قانون اساسی یعنی میثاق ملت و دولت، چی هست تو قانون اساسی ما؟ برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و حراست از مرزهاست انجام بده. پس این حق برای ما که مالیات میدیم محفوظه که از دولت سوال کنیم پولی که ما به تو میدیم کجا و چجوری خرجش میکنیم. در همین راستاست که تو کشورهای پیشرفته رابطه ملت و دولت بر مالیات استواره و رابطه دولت و ملت یه رابطه وکیل و موکل و مواشرتیه، نه آمرانه. یعنی ثروت کشور مال مردمه، دولت رو وکیل میکنن یا مباشر میکنن که این ثروت رو در راه ملت خرج کنه.
در حالی که به نظر میاد در ایران یا کشور جانسان دولت ها خودشون رو حاکم این ثروت ها میدونن. اگر این رابطه که من گفتم به پذیرین، پس دولت ها باید برای شفافیت و ارائه عمل کرده خودشون گزارش خرج درآمدهای کشور که همون درآمد مالیاتی است هر سال منتشر کنند، در اختیار مردم بذارن. در سوئد هر سال، سوئد که میگم مثال میزنم، ولی همه کشورها یک در واقع یک صفحه ای منتشر میکنن، میگن Where does your taxes go؟ یعنی مالیات شما کجا میره؟ حالا مال سوئد براتون مثال میزنم. دولت گفته من از هر یه صفحه، یه دونه یه صفحه است، یعنی قصه و حدیث و روایت نداره، میگه من از هر 100 کرونی که از شما میگیرم 43 کرون صرف خدمات بازنشستگی، مزایای بیماری و حمایت از کودکان کردم، 14.5 کرون صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی کردم، 13 کرون صرف خدمات بهداشت درمانی کردم، 12 کرون حمل و نقل عمومی کردم، 7 کرون ترابری و نگهداری از جاده ها کردم، 2 کرون هم دادم به خدمات نظم عمومی و الی آخر. و اینایی رو که میگه ملت هم در عمل میبینن. یعنی وقتی میگه من خرج آموزش رایگان کردم، تحصیلاتم تا مرحله دکترا مجانی است. در اروپای شمالی که مجانی، ممکنه 200-300 دلار یه موقع بگیره. تا مرحله دکترا نه تنها مجانیه، بلکه یه پول تو جیبی هم به دانش دکترا میدن. و اما حسابداری در قلمرو اوکراینی مالیاتی چه جایگاهی داره؟ دولت ها برای استقرار حاکمیت و برقراری رفاه اجتماعی نیاز به 3 منبع مالیات ستانی دارند: مالیات بر درآمد و سود، مالیات تامین اجتماعی و حق بیمه، و مالیات بر کالا و خدمات. مالیات بر درآمد و سود همین مالیات شرکت هاست که ما میگیم. تامین اجتماعی و حق بیمه هم در همه جای دنیا مالیات محسوب میشه. حتی سازمانی که مالیات و بیمه رو میگیره در همه جای دنیا یه سازمانه، یعنی مثلا در کانادا CRA، در آمریکا IRA، اینا هر دوتاشون وظیفه مالیات و بیمه رو با هم دارن. مالیات بر کالا و خدمات هم که همین ارزش افزوده است که در واقع همه داریم میدیم. ولی حسابداری چه نقشی داره؟ چون دولت این پولا رو جمع میکنه، در واقع به نوعی خدمات رو به مردم برمیگردونه که این خدمات با تخصیص یارانه است، هر گونه وضع مالیات وفق قانون بر درآمد مشمول مالیات سود میشه. یعنی ما از شرکت ها مالیات بر درآمد نمیگیریم، مالیات بر سود میگیریم. لذا در حکمرانی مالیاتی نقش حسابداری، به ویژه حسابداری قیمت تمام شده، چشم سنده فرار مالیاتی. در همه جای دنیا دولت روی قیمت تمام شده نظارت داره. این قصه هایی که در واقع برخی از بلا نسبت اقتصاد خوانده های ایرانی مطرح میکنن که گویا دولت هیچ کاری نداره، در همه جای دنیا داره. در همین کانادایی که من خدمت شما الان دارم صحبت میکنم، دولت اجازه نمیده که مال در رقم اجاره خونه ها از یه عددی بالاتر بره. میتونن مستاجرها پرداخت نکنن، مؤجر هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. مردم علاقمند هستن بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات عمومی رو بدون لحاظ هزینه سوء مدیریت و ضایعات غیرعادی بدونن، تا دولت ها مدعی نشن که یارانه به دولت پرداخت میکنن. زیرا با اعمال حسابداری قیمت تموم شده ممکنه معلوم بشه دولت هم ملت یارانه میگیره. به طور مثال اگر نیروگاه های برق ما، سویچینی که ما میخریم، چینی میخریم و معیوبه و باعث میشه نیروگاه از مدار خارج بشه، و یا مدیران در تشخیص خرید اشتباه میکنن، هزینه که تحمیلش مردم عملا یه نوع یارانه است که ما با اونا میگیم. اگر من سود در بانک‌های ایران میذارم و بانک سودی کمتر از نرخ تورم به من میده، ببخشید ما ملت سپرده گذارا به دولت داریم یارانه میدیم. پس چون نرخ تورم مثلا 41% به ما 16% میده. برای که یک نظام مالیاتی پایدار بمونه باید 3 تا پایه داشته باشه: پایه درآمدی، پایه ثروت، پایه مصرف. ما پایه درآمدیمون ناقصه، یعنی بسیاری از درآمدها معافن، مجموع درآمد هم نداریم، که حالا امروز میرسیم که چه کار میخوان بکنن. پایه ثروتیمون یا پایه مالیات بر داراییمون هم ناقصه،
که دولت لایه داره میبره، پایه مصرفمون هم که همین مالیات بر ارزش افزوده است داریم پرداخت. معدیان مالیاتی در یک نظام حکمرانی مالیاتی یه حقوقی دارن، بهشون میگن تکس پیر رایت. یه حوزه ای از مطالعات حقوقی است که جایگاه شهروندان رو به عنوان معدیان مالیاتی بر اساس قانون اساسی و قانون مالیات رو مورد بررسی قرار میده. متاسفانه اساساً به دلیل پاسخگو نبودن دولت در جوامعی نظیر ایران، در قانون مالیات و سایر قوانین موضوع مفهومی به نام حقوق مالیاتی معدیان مورد بحث قرار نمیگیره و فرایند دادرسی مالیاتی هم معیوبه. این حقوق مالیاتی چیه؟ من یادم میاد زمانی که ما حسابداری لیسانس درس میخوندیم، به جای قانون مالیات حقوق مالیاتی درس هم میدادن، به جای قانون تجارت هم حقوق تجارت درس میدادن. مثلا مؤسسه عالی حسابداری حدود 18 واحد حقوق ما میخوندیم، 18 واحد هم اقتصاد میخوندیم. وقتی فارغ التحصیل میشدیم میتونستیم فوق لیسانس حقوق هم شرکت کنیم. چرا؟ که یک فارغ التحصیل حسابداری که بعداً میخواد بشه رئیس حسابداری یا مدیر مالی با حقوق پرسنل در حقوق کار آشنا بشه، با حقوق شرکت در حقوق تجارت آشنا بشه، با حقوق مالیاتی هم برای که در رفتار اقتصادی شرکت تأثیر میذاره آشنا باشه. اما مصادیقی از این حقوق مالیاتی، اولینش رفتار منصفانه و معدیانه. یعنی شما نمیتونید در قانون مالیاتا بگید این معدی خودیه، اون یکی غیر خودیه، این معاف، اون یکی معاف نیست. تضامین مربوط به حق دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه باید وجود داشته باشه. یعنی اگر یک مأمور مالیاتی هست که خدایی نکرده سوء اعمال میکنه در هیئت‌ها، باید بشه حداقل بر علیه شکایت کرد، در حالی که در ایران وجود نداره. حق دسترسی به اطلاعات و اسناد مدارک پرونده معدی باید محفوظ باشه، در حالی که ما نداریم، اگرچه در قانون هم نوشته. میگم بشین عروش بنویس، نه خیر، سازمان وظیفه داره کپیش در اختیار من بذاره، وظیفه داره کپیش در اختیار من بذاره. حق شکایت و اعتراض در همه مراجع باید باشه که این اتکاش در حال حاضر ظاهرا هست. حق دفاع و تجدید نظرخواهی، حق ارائه و عرض توضیحات. یعنی من اگر رفتم اداره مالیاتی و بپرسم به چه دلیل شما مرا مشمول کردید، و او هم وظیفه دارد توضیح بده. حق کسب اطلاعات، حق رازداری، حق ممیزی معقول، حق داشتن مشاور مالیاتی. میتونم بگم من مشاور مالیاتی میخوام تو جلسه بیام. حق مرور زمان برای معدیان مالیاتی و بسیاری از این موارد که بعضیش هم ناقص در قانون ما هست، اما متاسفانه فرایند دادرسیمون کامل نیست، که توضیح میدم در اصلاحی قانون ارزش افزوده داره درست میشه. دولت ها چه وظایفی دارن؟ دولت ها دو گونه وظیفه دارن، یکی وظایف حاکمیتی، یکی وظایف تصدیگری. وظایف حاکمیتی یعنی که دولت مثلا مرزا رو حفظ کنه، دولت امنیت رو به وجود بیاره، دولت نظام آموزشی رو طراحی کنه. وظایف تصدیگری وظایفی که دولت ها ممکنه ناچار بشن انجام بدن. مثلا مرغ گرونه، دولت وارد خرید مرغ بشه. تو ایران ظاهرا دومی خرید مرغ علاقه دولت وظایف حاکمیتی رو فراموش کرده. پاسخگویی مالی شفاف از عمده ترین مسائلیه که در قانون مالیات ها وظیفه سازمان مالیاتی است، و اونجایی که منافع عمومی در خطر یا سازمان هایی هستند که از منابع عمومی استفاده می کنند مسئول این پاسخگویی هستند، مثل شهرداری ها، مثل سازمان تامین اجتماعی، مثل سازمان مالیاتی. هر چقدر این مبانی پاسخگویی با نظارت و رسیدگی به شکایت همراه باشه، کارایش بیشتر. و اما آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور. یکی که نظام مالیاتی کشور از پایه عدالت و انصاف مالیاتی نیست واقعا. از بعضی ها میگیره، از بعضی ها نمیگیره، به بعضی زورش میرسه، به بعضی ها نمیرسه. جامعیت نداره. الان آدم هست در بورس تهران در عرض همین یک سال 500 میلیارد سود برده. چقدر مالیات میده؟ نیم درصد. شما 30 میلیون حقوق میگیرید، چقدر مالیات میدید؟ 15 درصد. به نظر شما مزد مهمتر یا سفته بازی؟ در خارج اینجوری نیست. هیچ جای دنیا سهم بازی نیم درصد نیست.
هر چقدر سود بردید کپیتال گین 50% مشهور بالاترین نرخه. هیچ جای دنیا بورس به این شکلی که افتضاحی که در ایران هست وجود نداره. هم کانادا هم آمریکا که مرکز بورس دنیا هستن، هر چیزی شما کپیتال گین داشته باشید، یعنی مثلا اگه سهمی خرید 100 ریال فروختید 200 ریال، 50% اون سود مشمول مالیات میشه. ناکارآمدی دستگاه مالیات ستانی، دستگاه مالیات ستانی فشله، هنوز سنتی عمل میکنه. گستردگی معافیت ها، ماده 2 قانون مالیات رو بخونید، نصف مملکت معاف. فقدان فرهنگ مالیات دهی، خودمون هم علاقه نداریم مالیات دهی، دلیلش هم مشخص. رابطه دولت و ملت یک رابطه مودت آمیز نیست. نه ما با اونا اطمینان داریم، نه اونا با ما اطمینان دارن. بنابراین ترجیح میدیم پرداخت نکنیم. ضعف در ضمانت های اجرایی، میگن هر کی مالیات نداره دزد نگرفته پادشاه است. تو خارج اینجوری نیست. ناموس مالی کشورها فرار مالیاتی، محدودیت در پایه های مالیاتی، یعنی مثلا ما مالیات بردارایی نداریم. فقدان شفافیت اطلاعاتی مالیاتی، برداشت سلیقه دستگاه مالیات ستانی، یعنی مأمور مالیاتی میگه من میگم، در مورد قانون کسی نمیتونه بگه من میگم، باید بگه قانون میگه. نگارش ناروشن انشای قانون، همین امروز که قانون تصویب میشه میاد بیرون، از فردا دعواست که منظور از این ماده چی؟ یکی دلایلش به هر حال مشکل زبان مالیاتی، دومی که در مجلس ما هر کسی روزای آخر یه ماده یه چیزی مینویسه میاد به قانون اضافه میکنه بدون که توجه کنن که این متنی که نوشته میشه اصلا چه تفسیری برداشت میشه. نرخ یکسان شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک، هیچ کجای دنیا همه شرکت ها یک نرخ مالیات پرداخت نمی کنن. فقدان یک رابطه اصولی بین بانک ها و نظام مالیاتی، بانک ها علاقمند نیستن که اطلاعات مورد نیاز به سازمان مالیاتی بدن. بازم در همه جهان پیشرفته سازمان مالیاتی بر نظام بانکی حاکم. و اما سیر قانون نگاری قانون مالیات های ایران، اولین قانون جامعه ایران در سال 1328 نوشته، بعد در اصلاحیه در سال 34 خورده، بعد 35، بعد مهمترین اصلاحیه یا مهمترین قانون تاریخ کشور قانون مالیات های مصوب اسفند 1345 که هنوز هم به عنوان چابیت قانون مالیات های ایران تلقی میشه. بعد ما اومدیم در 3/12/66 کلن قانون مالیات ها رو ریختیم به هم که بر اساس مفروضات دور، چون جنگ هنوز ادامه داشت، دوران جنگ بود، اما وقتی اومدیم اجراش کنیم که اجراش از 1/1/98 1/1/68 بود، جنگ عملا سه ماه بعد تموم شد. بنابراین در 7/2/71 دوباره قانون اصلاح شد. مهمترین اصلاحیه بعد از انقلاب 27/11/80 بود که آخرین اصلاحیه هم که در 34/94 صورت گرفت. یعنی ما اگه دقت کنیم در عرض این 20 سال گذشته 3 بار اصلاح کردیم، هنوز هم قانون مشکل داره. نکته‌ای که امروز میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که مبانی حقوق مالیاتی تو ایران چیه؟ اولا فراموش نکنید که مبانی حقوق در همه جای دنیا مهمترینش قانون اساسیه. یعنی هر قانونی تصویب میشه اگر مغایر قانون اساسی باشه قابل قبول نیست. به همین دلیل شورای نگهبان در رد قوانین مثلا میگه مغایر ماده فلان قانون اساسی. شورای نگهبان دو تا کار میکنه، یکی تطبیق با شرع میده، یکی هم تطبیق با قانون اساسی میده. مهمترین قانون در کشور ها اول قانون اساسی، یعنی اون بالای بالا قرار میگیره، بعد قوانین عادی به معنی قوانین اخص، بعد از قوانینه که تصویب نامه و آیین نامه هاست. بنابراین تصویب نامه و آیین نامه اساسا نمیتونن مغایر قانون باشن که در ایران متاسفانه هستن. به همین علت در اصل 170 قانون اساسی گفته شده قضات دادگاه ها مکلف هستن از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنن و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. یعنی اگه شما احساس کردید که یک بخشنامه ای، آیین نامه ای، دستورالعملی رو سازمان مالیاتی یا شهرداری صادر کرده که مغایر قانونه، نمیتونی بگی من انجامش نمیدم، باید برید تقاضای ابطالش رو بکنید. تا روز که تقاضای ابطال نکردید اون قانون غلط هم لازم الاجراست متأسفانه.
بخشنامه نمیتواند و نباید حق یا تکلیف جدی غیر از آنچه در قانون یا آیین‌نامه است ایجاد نماید. بخشنامه ها هیچگاه ایجاد قاعده حقوقی نمی کنند و منبع حقوقی هم نیستند. اما دولت فخیمه جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب به ویژه دوران آقای رفسنجانی دقیقا این کار را کردند که از طریق بخشنامه مساوات هر وزیران قانون را دور زدند. سلسله مراتب اجرای قوانین مالیاتی چیه؟ در حال حاضر من دارم صحبت میکنم. مصوبات سران سه قوه از همه قوانین بالاتر در حال حاضر. یعنی سران سه قوه میتونن یک مصوبه ای رو بنویسن که مغایر قانون باشه. کما اینکه همین الان نوشتن. میگن شرکتی که میخواد بره تو بورس فقط سالی که میره تو بورس رسیدگی بشه. خب تو قانون که هم چیزی نیست. ولی چون مصوبات سران سه قوه است بالاتر از قانون قرار گرفته. در مورد قانون مالیاتی دارم صحبت میکنم. سایر قوانین هم همینجوری. بعد از مصوبات سران سه قوه خود قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده، بعد قانون برنامه 5 ساله که الان 5 ساله ششمه، بعد قانون بودجه است، بعد مصوبات هیئت وزیرانه. شما به عنوان مدیران مالی حسابدار رسمی و یا حسابداری که کار شرکت رو انجام میدی باید حواست باشه که علاوه بر آشنایی با قانون مالیات ها یا قانون ارزش افزوده، مطالعه احکام مالیاتی قانون برنامه 5 ساله هم انجام بدیم. ما الان در قانون برنامه 6 هستیم که سال 1400 تموم میشیم. اگر قانون مالیاتی گفته که هر 100 ریال حقوق 10 ریال مالیات شید، اما قانون برنامه گفته باشه در طول برنامه هر 100 ریال حقوق 2 ریال مالیات شید، تو اون دوره برنامه 10 ریال نمیتونید بگیرید دیگه. دقت کنید، تو اون دوره برنامه 5 ساله مالیات میشه 2 ریال. حالا اگر تو قانون برنامه گفته باشه 2 ریال، تو قانون گفته باشه 10 ریال، اما قانون بودجه 99 گفته باشه 1 ریال، تو سال 99 میشه 1 ریال. دقت کنید، یه قانون مالیات ها داریم، یه قانون برنامه داریم، یه قانون بودجه. طبیعتاً قانون بودجه هر سال مؤخره، یعنی بعد از قانون برنامه تصویب میشه. بنابراین قوانین مؤخر بر قوانین مقدم جاری هستند، یعنی نفوذ میکنن، قابلیت اجرا دارن. بعد از قوانین بودجه هم که مصوبات هیئت وزیرانه که همین الان هم دیدید که هیئت وزیران مثلا آیین‌نامه تجدید ارزیابی رو عوض کرده و قابلیت اجرا هم داره. یکی از اشکالات اساسی قانون مالیات های مستقیم اینه که واژه‌نامه متاسفانه نداره. علی‌رغم که در دوره اصلاحات بازم ما اینو تاکید کردیم، یعنی به هر حال جامعه حسابداران مطرح کرد، انجمن مطرح کرد که آقا این قانون حساب مرده رو واژه‌نامه براش بذارید، چون در قانون مالیات ها مهمترین واژه مالی یعنی سود و درآمد مشمول مالیات تعریف نشد. این یه جزء شاهکارهای تاریخه. یعنی مشخص نیست چرا مجلس این کارو نمیکنه، در حالی که مشابه اون در قانون ارزش افزوده که همین الان شورای نگهبان احتمالاً ابلاغ خواهد شد 2 صفحه واژه‌نامه داره، یعنی هر موردی رو تعریف کرده که کسی ازش تفسیر نکنه. این شاهکاری که واژه‌نامه نداره مثل قانون تجارت ایران که توش شرکت تعریف نشد. میدونید قانون تجارت ایران توش شرکت تعریف، ما تعریف شرکت از ماده 571 قانون مدنی میاریم. بنابراین یکی از اشکالات قانون مالیات مستقیم نداشتن واژه‌نامه است. نکته رو که امروز باید به عنوان یک حلقه برای گوشتون انتخاب کنین اینه که ما 3 نوع سود داریم. یه سودی داریم تو صورت‌های مالی معروف به سود حسابداری. بهش میگن سود کاغذی. یعنی ممکنه معادل اون سود در صندوق شرکت پول نباشه. یه سودی داریم معروف به سود اقتصادی، یعنی سودیه که در مقایسه با عملکرد واقعی بنگا در حسابرسی عملیاتی یا عملکرد ما حساب کنیم. مثلا ممکنه شرکت سرمایهش سرمایه اسمیش 100 ریال باشه، اگه 30 ریال سود ببره میگن 30% سود برده، اما در حسابرسی عملکرد یا حسابرسی عملیاتی ما میگیم دارایی های شرکت 100 ریال نیست، 1000 ریاله.
شما که سیریال بردی 3% بردی، میگیم سود اقتصادی 3%. یه سودی هم هست که دارایی تعیین میکنه، یعنی ممکنه میگه اون 100 ریالی که شما گفتید من قبول ندارم، 120 ریاله. یا حتی ممکنه شما بگید من زیان کردم، میگه اون زیانی که صورت مالی کردی 10 ریال من قبول ندارم، نه تنها 10 ریال زیان نکردی بلکه 20 ریال هم سود بردی. بنابراین این سه تا مقوله رو داشته باشید تا برسیم به اینکه چرا دارایی در تشخیصش با استاندارد مغایرت پیدا می‌کنه. تنها ماده ای از قانون مالیات که درآمد مشمول مالیات تعریف کرده ماده 94 قانون مالیات مستقیمه، که اونم به مشاغل برمیگرده. اتفاقا میگه درآمد مشمول مالیات این فصل عبارت از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه ها دقت کنید و استهلاکات مربوطه طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، یعنی راجع به ذخایری صحبتی نمی کنه، راجع به استهلاک هم میگه طبق مقررات من، نه جوری که تو مستهلک کنی. راجع به هزینه ها میگه طبق فصل هزینه های قابل قبول، نه هزینه های حسابداری. در ماده 106 هم دوباره تاکید کرده که درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که نحوه رسیدگی جور دیگه است، بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات ماده 94 که من تعریف کردم. یعنی باز هم در مورد اشخاص حقوقی صحبت از ذخایر نیست، صحبت از هزینه های حسابداری نیست، صحبت از هزینه های قابل قبوله. اما ماده 237 قانون تجارت کامل ترین تعریف رو کرده، گفته سود خارج شرکت در هر سال عبارت است از درآمد آن سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخایر، دیگه نمیگه هزینه های قابل قبول. بنابراین ما بین قانون تجارت و قانون مالیات ها مغایرت داریم، کدومش درسته از نظر مالیاتی؟ قانون مالیات ها. چرا؟ چون بعد از قانون اساسی مهمترین قانون حاکمیتی کشور قانون مالیات هاست. برخی از قوانین کشور حاکمیتی نیستند، مثل قوانین ازدواج طلاق. قرار زوجها همدیگه رو دوست نداشته باشن، حالا اگه دوست نداشتن چه اتفاقی میفته؟ هیچ، کس کارشون نداره، میزن سر همدیگه. اما قانون مالیات ها از کجا میفهمیم حاکمیت؟ از نگارش انشای قانون باید بفهمیم. نوشته مؤدیان باید، مؤدیان مکلفن، مؤدیان موظفن، در حالی که در قوانین مدنی ما نمیتونیم بگیم زوج باید همدیگر را دوست داشته باشن. زور که نیست ممکن همدیگر دوست نداشته باشن. یکی دیگه از ابهاماتی که در قانون مالیات هست ابهام زبان مالیاتی. سازمان مالیاتی در مورد 29 ماده مالیاتی کاربردی تا الان که تو 322 خط نوشته شده 42 تا اینامه صادر کرده، 98 رأی شورا داریم، 114 تصمیم نامه داریم، 98 دستور عمل داریم و 749 تا هم بخشنامه صادر کرده. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، یعنی من حسابدار باید دیکشنری تو احتمالاً اپ داشته باشم که تا همه اینا رو داشته باشم. اما اونجایی که گفته بود هزینه های قابل قبول منظورش چی بود؟ ماده 147 میگه هزینه های قابل قبول باید 3 تا شرط داشته باشه. 1. در حدود متعارف متکی به مدارک باشه. دقت کنید، نمیگه در حدود متعارف مبلغ باشه، میگه اگه یه خرجی کردی مثلا سوار تاکسی شدی گفتی تاکسیم شده 10 تومن، یه ورق پاره هم تاکسی بده قبول. قرار نیست همه تاکسی صورت حساب داشته باشه. برخی کشورها اصلا صورت حساب ندارن. خیلی از کشورها مثل خارج خب اصلا دستگاه پوزم دارن، ماشین همونجا رسید ساده. در حدود متعارف متکی به مدارک باشه. 40 سال تو این مملکت اداره دارایی به مردم میگه در حدود متعارف مبلغ، اصلا ربطی به مبلغ نداره. چرا؟ چون ممکنه من به یه پرسن 10 میلیون حقوق بدم، به یه پرسن دیگه 5 میلیون بدم، من فقط باید رسید داشته باشم. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در یک دوره مالی باشد. یعنی نمیتونم پولی رو خرج کنم که به درآمد مؤسسه مربوط نباشد. مثلا آقای مدیر عامل
هزینه شهریه بچه شو بده. مثلا آقای مدیر عامل علاقمنده خرج نمیدونم یه تابلو نقاشی خانم معلم بچه شو بخره به نام شرکت، ربطی و درآمد مؤسسه نداره. سه، مشمول حد نصاب مفاد ماده 148 و یا مسقف باشه. در ماده 148 برای بعضی از هزینه ها سقف تعیین شده. مثلا میگه سود بانکی حد اکثر معادل مساوات شورای پول اعتبار باشه. اگه بانک مصوبه شورای پول اعتبار گفته 16% شما 26% میگیرید، دارایی مجازه که 10% چه برگشت. اگر موقعی که مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز بودن و حالا هم هستن سود بیشتر شما میگیرید، ما با تفاوت ازتون نمیپذیرند. مثلا میگه برای بهره پرداخت بهره به بانک‌های خارجی لایبر پلاس یعنی به اضافه 2.5% میپذیرند. لایبر یعنی نرخ بهره بین بانکی لندن. لایبر یعنی نرخ بهره بین بانکی لندن که هر روز اعلام میشه. حالا اگه امروز اعلام شد 3، یعنی ما حداکثر میتونیم یه پولی از خارج با 5.5% بگیریم و هزینه قابل قبول باشه، بقیش دارایی برگشت میشه. این تعریف هزینه های قابل قبول از دیدگاه مالیاته، در حالی که استاندارد حسابداری میگه هزینه اندازه پولی منابع اقتصادی است که به خاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص که در گذشته مصرف شده یا در نظر است در آینده مصرف و فدا شود. همین تیکه آخرش دارایی با عزتون نمیپذیره. میگه هزینه ای که در گذشته باشه میپذیرم، ولی اگه برای آینده میخوای هزینه ای ذخیره بگیرید قبول ندارم. و اما پیدا و پنهان نظام مالیاتی کشور، تصور میشه بین 30 تا 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی کشور باشه. در سال 95-96 3300 میلیارد مالیات از کسانی گرفته شده که اساساً تا سال 95 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودن. در یک گام از 77 نفر 1000 میلیارد دریافت شد. در اجرای طرح جامعه مالیاتی تا کنون 1 میلیون معدی جدید شناسایی شده. بیش از 1300 میلیون رکورد وارد طرح جامعه مالیاتی شد. اینا آمار ترجمه مالیاتی. من اینجا آنچه که خواهم گفت مستند به اطلاعات کشوره. من از گفتن نظر شخصی در مورد قانون خودداری میکنم، یا اگه خواستم میگم نظر شخصی. از سال 95 تا کنون درآمدهای مالیاتی بیش از درآمد نفت شده، به طوری که درآمد مالیاتی سال 98 153 هزار میلیارد، سال 97 128 هزار میلیارد و سال 99 196 هزار میلیارد پیش بینی شده که از درآمد نفتی همین سالا بیشتره. از سال 87 که مالیات ارزش افزوده تصویب شده تا پایان سال 98 293 هزار میلیارد مالیات گرفته شد. ممکنه سوال کنید خب زهر مارشون بیه چه کار کردن؟ هیچ. در سال 95 ظرفیت مالیاتی پزشکان حدود 1000 میلیارد تومان بوده، 150 میلیارد بیشتر پرداخت نکردن. حالا هم که این روزا کروناست، به جایی که سهم پرستارا و پزشکان عمومی در همش جراحا دارن، لاف علی گلابی میان که ما بودیم. خیر، هیچ نقشی در کرونا نداشتن. نظام پزشکی درمانی کشور بر پایه بیارا، پرستارا، پزشکان عمومی بسیار موثر بوده. 80% مالیات کشور رو 20% معدی ها پرداخت کنن. از بعد از انقلاب تا امروز همیشه سهم مالیات کل مشاغل از حقوق بگیرا کمتر بوده، در حالی که متصدیان مشاغل بیش از حقوق بگیرا هستن. تنها راهکار اصولی استقرار ماشین‌های محاسب الکترونیکی در فروشگاه قانونش تصویب شده و الان با کرونا بهشون وقت دادن، بعد از شهریور قرار شد انجام بده. اگر نظام مالیاتی بتواند بر پایه عدالت مالیاتی و انصاف مالیاتی با حذف معافیت نهادها و آستانهای قدس، آستانهای مقدس و با تکیه بر اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی مالیات اخذ کنه، تصور میشه درآمد مالیات کشور 200 هزار میلیارد خواهد. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اجرای مقررات ماده 169 و 169 مکرر باعث شده 3000 شرکت کاغذی که عموماً قبل از سال 78 ثبت شدن شناسایی بشن. با تغییرات قانون مالیات ها که از سال 95 به بعد بوده،
ما چندین نوع هزارنامه داریم. یک هزارنامه ارث که ماده 26 یک سال پس از فوت متوفا، دو وقف در مورد مبالغی که کسی وقف میکنه و وقف انجام میده ماده 39، سه ماه پس از تاریخ وقوع اشخاص حقوقی یا مشاغل تا پایان خرداد ماه سال بعد وقت دارن، اشخاص حقوقی حقیقی ببخشید حقوقی تا پایان تیر ماه سال بعد، مادیان موضوع فصل املاک تا پایان تیر ماه، حق واگذاری محل ظرف 30 روز پس از انجام معامله، حواستون باشه. مادیان فصل املاک معاملات خود رو بدون ثبت در دفتر رسمی اسناد انجام میدن 30 روز پس از انجام معامله. ممکنه بگید مگه میشه؟ بله، از طریق قولنامه. بهشون میگه معاملات دستارمی، یعنی با دست خودتون مینویسید. کسانی که از خارجی حقوق میگیرن و اون خارجی تو ایران نمایندگی ندارن تا تیر ماه سال بعد وقت دارن خودشون هزارنامه بدن. اشخاص حقوقی که در حال انحلال هستن، یعنی وقتی که مجمع تصویب میکنه شرکتی منحل بشه قبل از تشکیل مجمع عمومی یا ارکان، باید یه هزارنامه بفرستن. اشخاصی که میخوان منحل بشن دقت کنید، دو تا هزارنامه باید بدن. هر شرکتی میخواد منحل بشه قبل از تشکیل مجمع انحلال یه هزارنامه میده، ماده 114. وقتی منحل شد 6 ماه پس از تاریخ انحلال هم یه هزارنامه میده، ماده 116. دارای این دو تا هزارنامه میذاره جلویش، میگه قبل از انحلال این بوده، بعد از انحلال اینه، مطالبه مالیات. بعدم دیگه اصلا مالیات نخواهد گرفت. معاملات فصلی هزارنامه باید بدید تا 45 روز پس از هر فصل. درآمد انتقال منافع مال، یعنی شما مالتون رو به کسی نمیگید، منافعشو میبخشید، ماده 123 تا آخر اردیبهشت سال بعد. درآمد اتفاقی ماده 126 تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد. درآمد اتفاقی یعنی درآمدی که برای آن هیچ گونه هزینه‌ای متصور نیست. تعریفش داشته باشید. درآمد اتفاقی از اسمش معلومه، یعنی اتفاقی یه چیزی گیر من میاد. بلیط بخت آزمایی میبرم، ممکنه میگی برای بلیط پول دادم، اون اصلا ناچیزه. یه کسی مرده، سهم ارثشو به منی که وارث نیستم میبخشه، به من درآمد اتفاقیه. یه کسی تو خارج میمیره به گربهش میبخشه، برای گربه متولی تعیین میکنن، اون باید مالیات بده. اظهارنامه اصلاحی ماده 226، یک ماه پس از تاریخ انقضای مهلت تسلیم، شرکت ها باید تا 31/4 مثلا اظهارنامه بدن. اگر در محاسبات ریاضی اظهارنامه اشتباه کرده باشن، می توانند تا پایان یک ماه بعد از پایان مهلت اظهارنامه، اظهارنامه اصلاحی رو بدن. حالا وارد بخش اول این درس امروز میشیم. ببینیم در قانون برنامه ششم مواد مالیاتیش چیه. ماده 43 گفته اگر دولت بخش های خصوصی بیان در طرح توسعه دولت شرکت کنن، ما با تفاوت دارایی شرکت های دولت و تجدید ارزیابیشون از مالیات معاف. ماده 52 هم گفته بوده مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، علاوه بر اینکه در ارزش افزوده دقت کنید ماده 12 معاف، نرخ صفر مالیات میخوره. ماده 66 گفته هزینه کلی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل، تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی، خوابگاه شبانه روزی، کتابخونه و مسائل آموزش پرورش جزء هزینه‌های قابل قبوله و از درآمد اون کسانی که اهدا کردن کم میشه. یا ماده 65 گفته خیرینی که طرح‌هایی را برای حمایت توسعه آموزش پرورش، پژوهش، فناوری به انجام می‌رسونن مشمول مزایا و حمایت خیرین میشن، یعنی در دوره‌ای که این کار را انجام میدن اینا هزینه‌های قابل قبوله. البته برای که این هزینه قابل قبول باشه نمیتونن خودشون خرج کنن، باید حتما به اون دستگاه پول بریزن و به حساب مخصوصی بریزن که دارایی قبول داشته باشه. ماده 88 قانون برنامه ششم میگه تا آخر سال 1400 100% حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده ها، اهم از مستمر و غیر مستمر، شاهدان، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل 12 ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف. دقت کنید بخش رزمندگانش با حداقل 12 ماه باشه، یعنی هر کسی رزمنده باشه نمیتونه استفاده کنه. از کجا میفهمی؟ این رزمندگان باید برن اگر ارتش بودن از وزارت دفاع، اگر سپاه بودن وزارت دفاع تاییدی بیارن.
فرزندان شهدا از کلی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین برای شخص جانباز 50%. یعنی اگر کسی خودش شاهد نیست ولی فرزندش، مثلا من پدرم شهید شده، من نمیتونم 100% استفاده کنم، من میتونم فقط 50% استفاده کنم. تأسیسات گردشگری از نظر قوانین به استثنای معافیت های مالیاتی، دقت کنید، تأسیسات گردشگری جزء صنف گردشگری محسوب میشه و از شمول نظام صنفی مستثنا هستند. تأسیسات گردشگری دقت کنید، اگر در قانون معاف نباشه اینجا معاف نیست. تو قانون برنامه شیش هم همین چند مورده، اما در قانون بودجه سال 99، در قانون بودجه سال 99 که الان ما داریم انجام میدیم، صندوق توسعه ملی 14.5% رو باید به شرکت ملی نفت تخصیص بده و این تخصیصی که داده میشه نرخش مالیات صفر. در تفسیر 5 قانون برنامه قانون بودجه سال 99، اوراق اسناد که دولت، اوراق اسناد مالی اسلامی که دولت منتشر میکنه، نرخش صفر. یعنی اگر دولت اوراق مالی منتشر کرد با نرخ 16%، منی که میخرم مشمول مالیات نمیشم. ضمناً ارکانی که در بورس اینا رو بین خودشون مالیات میکنن، اونا هم معاف هستن. وزارت نیرو میتواند در سال 1399 200 ریال از مشترکین دریافت کنه. این 200 ریال مشمول نرخ صفر، یعنی تو درآمدهای وزارت نیرو جزء مالیات محسوب نمیشود. در سال 99 محل اخذ مالیات عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار اوناست. اگر پتروشیمی مارون در عسلویه است، دفتر مرکزی در تهران، ارزش افزوده رو در عسلویه خواهد داد. همه جای دنیا همین جوره، میگن مالیات واحد اونجایی داده بشه که اونجا رو خراب میکنه. در سال 99 کلیه صاحبان حرف مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی که مجوز فعالیتشون یا نظام پزشکی یا وزارت بهداشت میده، باید کسانی که اونجا شاغل هستند، دقت کنید، حتما از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. یعنی دکترایی که در بهداری ها حق ویزیت میگیرن، دقت کنید، دکترهایی که در مطب خودشون حق ویزیت میگیرند باید پایانه فروشگاهی داشته باشن. ممکنه نداشته باشن، مریض ناچار کنن ویزیتشون رو نقدی بدن. خب ویزیت نقدی میدن، عمل جراحی رو چیکار میکنن؟ ممکنه بفرمایید کارت منشی رو میدن، بسیار خوب. بعدن اگه افشا شد خانم منشی تو حسابش بانکه، پول بانکیه که مورد داشتیم در 2 سال پیش، حساب یاش خانمی به هر حال در خرابکنش های بانکی لو میره، 12 میلیارد پول داشته، سازمان مدتی میره سراغش، اول فکر کردن حاج خانم احتمالاً کارهای بد میکنه، بعد میرم اینا، ایشون منشی جراح معروفیه، جراح معروف 100 میلیارد مالیات پرداخت کرد تا صداش در نیاره. در سال 99 کلیه مراکز درمانی هم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه و شرکت‌های دولتی، باید حق و زحمه یا عمل پزشکانی رو که برای بیمه صورت حساب صادر میکنن 10%ش رو کم کنن. من میرم بیمارستان کسرا، مثلا عملم میشه 9 میلیون، یه صورت حساب صادر میکنن که من برم به هر حال از بیمه بگیرم، بر اساس 9 میلیون 10% باید کم کنن به دارایی بدم و اون پزشکی دیگه مشمول مالیات نیست. در سال 99 سازمان مالیاتی باید با استفاده از پایگاه مالیاتی ماده 169 نسبت به محاسبه مالیات اقدام کنه و کسانی که باید از این پایان اطلاعات به سازمان مالیاتی بدن اگر ندن جریمه میشن. در سال 99 دقت کنید، قانون بودجه سال 99 تصویب شده، یعنی قاطعا باید تا سال 99 اجرا بشه، برگشته سال 98 هم تسری داده، گفته در سال 99 اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات عوارض ارزش افزوده منوط به این است که ارز در سامانه نرخ ارز دولت عمل شود. یعنی نیمایی من صادر کننده بودم، در سال 98 $1000 ارز صادر کردم، به شرط اینکه این ارز در سامانه نیما ثبت شده باشد من میتونم از معافیت استفاده کنم، در غیر این صورت مشمول مالیات خواهم شد.
ممکنه بفرمایید که خب آقایون تو نیما صرف نمی کنن، نرخ ارز بوده مثلا 7 تومن، فروختن 16,000 تومن، جهنم 25% مالیات می دن. هیچ کس کارشو نمی کنه. جرم انجام نده. میگه نمیخوام از معافیت استفاده کنم، مالیاتشو میدم. فقط صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از این بند مستثنا شدن. دقت کنید، فقط صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی ارزششون رو در سامانه نیما میتونن نفروشن. ضمناً پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان بازم منوط به اینه که ارز به چرخه اقتصاد برگرده. در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه اجرایی ماده 29 قانون برنامه باشه، یعنی کارفرما، نهادهای عمومی و دولتی باشند، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیگر از وی را ندارد. دقت کنید، در سال 99 من پیمانکارم، شرکت پیمانکاری سازه هستم، با دولت یه قرارداد دارم 10 میلیون دلار. دولت صورت حسابی که من میفرستم نمیده، ولی من صورت حساب مجبورم در معاملات فصلین چون تعهدی حسابداری ثبتش کنم. اشکالی نداره، ثبت میکنم، ارزش افزودم نمیدم، جریمه هم نمیشم. در مواردی که بدهی کارفرما و پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، یعنی ممکن کارفرما بگه خیلی خوب، صورت حساب قبول دارم، پول ندارم، بیا اوراق مالی صادر کردم بهت بدم یا اسناد خزانه دولت، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما میتونه عیناً این اوراق رو بده به سازمان مالیاتی. یعنی کارفرما میگه آقا من یه صورت وضعیت دارم از شما، 1,000 تومان به من چیز میدید، تصویر رفت اینجا بده، 1,000 تومان شما به من اسناد مالی میدید، 200 تومان من بدهی مالیات دارم، شما لطفا 200 تومان شو بدید به سازمان مالیاتی. و خزانه داری هم موظف شده معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه. دقت کنید، اسناد خزانه سود داره، مثلا گفته 16%، 20%، معادل مبلغ اسمیش از بدهیش کم کنید. دستگاه اجرایی موظفن معافیت ها تخفیفات مالیات گمرکی رو به صورت جمعی خرجی در سال 99 عمل کنن. یعنی اگر فرض کنیم یک کسی از مالیات تو نهادها معافه، باید مالیاتشو بده، بعد معادل مالیاتی که داد بهش برگشت بدیم. در سال 99 قرار شده قوه قضاییه سامانه الکترونیکی رو تنظیم کنه به طوری که همه ای کسانی که کارهای مشاوره وکلایی انجام میدند، یعنی اگه شما به خودتون میگید مشاور مالیاتی، مشاور ارشد مالیاتی که الا ماشاءالله در کشور ما هم زیادن، باید برید در این سامانه ثبت نام کنید و شما مشمول مالیات خواهید شد. در سال 99 واحدهای مسکونی، دقت کنید، و انواع خودروها به شهر زیر مشمول مالیات میشن. هر واحد مسکونی که ارزش روزش 10 میلیارد تومان بیشتر باشه به این شکل مشمول مالیات میشه. یعنی دولت اومده برای خونه‌های مسکونی هم مالیات گرفته. در هیچ کجای دنیا چنین مالیاتی فارغ از عوارض شهرداری وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی این کارو کرده. میگه تا 10 میلیارد یه خونه که توش میشینی معاف، اما اگر 10 بیشتر بود تا 15 میلیارد 1/1000 شو باید بدی، میشه 5 میلیون تومان در سال. اگر از 15 تا 25 تا بود، تفاوت 15 تا 25 10 میلیارد چه 2/1000 میدی، اون 15 هم که 1/1000 میدی. اگر از 25 تا 40 بود 3/1000، 40 تا 60 4/1000، از 60 میلیارد و بالا 5/1000 رو باید ازشون مالیات میگیرن. میگید چجوری میگیرن؟ کاری نداری. سازمان مالیاتی طبق یه تفاهم‌نامه‌ای به شهرداری میگه بکش رو عوارض سالانه شهرداری، مال خودت بردار، بقیش بدید به حساب من. ممکنه بفرمایید که یک آپارتمانی هست، یک مجتمع 6 تا واحده،
در این قانون هر واحد مسکونی مستقل محسوب میشه، یعنی هر شیشتاش حساب میشه دونه دونه. خودرو هم گفتیم تا 700 میلیون به بالا 2.2% ازشون مالیات میگیرن به نسبت ارزش روز، دقت کنید. یعنی چون ما یه ارزش معاملاتی داریم در تهران و ایران، یادتون باشه که ما در ایران یه دفترچه‌ای داریم به اسم ارزش معاملاتی املاک، هر 3 سال یه بار تهیه میشه، یک هیئت 7 نفره تایید میکنن، همه یه مناطق کشور قیمت گذاری شده. این قیمت در حال حاضر به صورت معامله وجود نداره، چون بالاترین قیمت زمینی که در معاملات ارزش معاملاتی سال 96 نوشته شده در تهران متری با اجرتون 190 هزار تومان تا 250 هزار تومان. ما چنین زمینی اساسا الان در هیچ کجای ایران نداریم. وزارت راه و خودرو، وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شده سامانه اطلاعاتی رو درست کنه تا خانه های خالی شناسایی بشن. همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفن مالیات سالانه املاک و مال خودشون و افراد تحت تکفلشون، دقت کنید، افراد تحت تکفل یعنی کسانی که زیر 18 سال و یا به علتی صغیر هستند تحت قیمومیت پدر یا مادر هستند. اگر من دوانی 2 تا پسر یا دختر دارم که بالای 18 سال بزرگن، اونا تحت تکفل من نیستن دیگه، اونا خودشون باید اظهار نامه کنن. با توجه به این اصلاحیه که میرسیم، از اصلاحیه که تصویب شد هر شهروند ایرانی باید یک اظهارنامه مجموع درآمد پر کنه و تحویل بده. از شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر قرار شده از خانه های خالی، از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارن مالیات بگیرید. چجوری شناسایی میکنید؟ هر معامله‌ای که در اداره ثبت شرکت ها صورت گرفته باشد، یک نسخش میره در سازمان مالیاتی. سازمان مالیاتی میبینه دوانی 5 تا ملک به نامش ثبت شد، میگه یکیش که خودش میشینه، یه دونش هم معاف، بقیهش واحد خالی تلقی میشه، یا دوانی قرارداد اجاره بیاره که اینا رو اجاره داده، مالیات اجاره بده کارش ندارم، اگر نیست قرارداد مالیات بر واحد مسکونی خالی میبندم به این شکل که در سال اول خالی بودنش 50% مالیات، در سال دوم 75%، سال سوم چهارم تا 1.5 برابر مالیات خانه های مشابهش که در اختیار اجارت ازتون خواهند گرفت. کار سختی نیست، در کانادا هم این کارو کردن. پارسال که اوضاع خیلی خراب شد و ملکار اجاره ندن، دولت آقای ترودو مالیات بر خانه خالی تثبیت کرد. یعنی خارجی‌ها میون اینجا سرمایه گذاری میکردن، یه خونه می‌خریدن می‌ناختن می‌رفتن، خونه خالی بود، روی اینا مالیات بستن. سود ناشی از تسهیل ارز دارایی بدهی بانک ایران ونزوئلا معاف. مدارس خیرساز از پرداخت انشاء به آب برق و گاز و برق هم معافن. یعنی منی که دوانی هستم اگه یه مدرسه ای رو میخوام بسازم بدم آموزش پرورش، برای انشاء و آب و فاضلاب و گاز و برقش نباید پولی بدم. این نکته مهمه. تبصره 9 قانون بودجه سال 99. آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نوه تسبیح آنان دارد، موظفن مالیات خود را به خزانه واریز کنند. معادل درآمد واریزی صرف توسعه مدارس و تجهیزات روستایی خواهد شد. در سال 99 عوارض خروج از کشور تو قانون ارزش افزوده دیده شده. دو تا مالیات نیست، دقت کنین چیزی که مطبوعات نوشتن غلط. ما وقتی از کشور می‌خواستیم خارج بشیم یه عوارض خروج میدادیم، اینا اردنش تو قانون اصلاحیه ارزش افزوده. برای مرزنشینا معاف میشن، دقت کنید، مرزنشینا معاف میشن به شرط که این مرزنشینا برن در روستاها شماره مرزی بگیرن. ورزشکارا هم یه بار میدن، چون ورزشکارا زیاد میرن مسافرت، فقط یه بار پرداخت میکنن. تبصره 12 سقف مالیاتی حقوق بوده که 3 میلیون تومان در سال در ماه معافه، بقیهش با نرخ‌هایی که 10 15 20 میزان معافیت مشاغل
28 تا 800 کسانی هم که از معافیت تفسیری که ماده 86 یعنی اون 10%، من دوانی مثلا در شرکت دایارایان کار میکنم، فرض کن حسابدار رسمی نیستم چون حسابدار رسمی نمیتونه جای دیگه کار کنه، من دوانی در شرکت ایران خودرو کار میکنم، بعد از اونم یه جای دیگه کار میکنم، اون جایی که من کار میکنم و حقوق بگیرشون نیستم، تو لیست حقوق نیستم، باید 10% پرداختی منو کم کنن. البته در اصلاحیه داره از بین میره، میره جو مجموع درآمد. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظف شدن هر گونه کمک به هر شخصی که دارن میکنن ببرن تو سامانه. اگر کمک هایی که به افراد خصوصی میشه در سامانه ثبت بشه از مالیات معافه، اگر ثبت نشه مشمول مالیات. و اما چه چالش هایی پیش رو داریم در پسا کرونا و مالیات؟ ببین، نظام مالیاتی یکی مالیات مستقیم داره، یکی ارزش افزوده داره، یه پایه کم داشته، اون پایه تصویب شد، پایانه های فروشگاهی، یکی هم عایدی سرمایه است. عایدی سرمایه یعنی که شما هر سرمایه گذاری که کرده باشید اگر سود برده باشید باید مالیات. همه جای دنیا هست، هیچ کجای دنیا تحت عناوینی که در ایران اختراع وزارت اقتصاد که به نظر من امروز باید اسمش بذاریم وزارت سفته‌بازی، چون بورس دقت کنید در 100 روز اول 825 هزار میلیارد تومان معامله شده، در سال 98 هزار میلیارد تومان معامله و ارزش بورس بوده، 2000 میلیاردش صرفا افزایی سرمایه بوده، این تأمین مالی چشک. هیچ آدم عاقلی امروز از بورس با نرخ بهره‌وری 3 رقمی نمیتواند تأمین مالی کنه، یعنی بیاد پول قرض کنه شرکت را بندازه. بنابراین بورس در تولید و اشتغال کشور سهمش 0 در حال حاضر. این همه معامله شده، یک شغل ایجاد نشده. در همه جای دنیا بورس وظیفه این کارو داره. نظام مالیاتی کشور در حال حاضر بر پایگاه در طرح جامعه مالیاتی استواره که قرار شده این ITPS از بلاکچین هم استفاده کنه، مطالعات کلاود هم داره صورت میگیره. قرار شده بر حسابرسی مبتنی بر ریسک، بخشنامه آقای مسیحی هم صادر شده که ما عملکرد سال 98 اگر مقرراتش رعایت شده باشه صرفا سمبلینگ انجام میدیم. ولی چون مسائل کرونا پیش اومد، یک سری مصوبات سران سه قوه در واقع ابلاغ کردن. موعد تسلیم اظهارنامه سال 97 و سال 98 بوده برای شرکت‌های حقوقی که سال مالیشون 29/12 بوده شده 31/4. اون که 97 96 باید 97 اعلام می‌کرده، اون که 98 باید سال 99 31/4 اعلام می‌کرده. الان تمدید مهلت شده. اون 31/4/98 میتونه تا 31/6 اظهارنامه‌اش رو تأخیر بده. مهلت رسیدگی قانونی اظهارنامه سال 97 بوده 31/4/99 در حالی که قبلا بوده 31/4/98، یعنی بهش 1 سال فرصت اضافه دادن به مأمور دارایی. مهلت رسیدگی قانونی به اظهارنامه سال 98 که 31/4/98 باید 31/4/99 بود دیگه، 1 سال به این اضافه دادن به مأمور دارایی، گفتن تا 1400 وقت دارن. نمیشه به ما مهلت دادن به اون ندن، به اونم دادن. مهلت رسیدگی به اظهارنامه سال 97 بوده 31/6/98 شده 31/6/99. مهلت رسیدگی به اظهارنامه سال 98 بوده 31/6/1399 شده 31/6/1400. مهلت ابلاغ اظهارنامه اشخاص حقوقی برای سال عملکرد 97 بوده 37/98 شده 37/99. اگر من در سال 98 دقت کنید در 31/4/98 اظهارنامه میدادم، باید در 37/99 به من ابلاغ میکردن. الان بهشون وقت دادن که 1400، یعنی 1 سال بعد. اشخاص حقیقی مهلت اظهارنامه‌شون بوده 31/3/98 شده 31/5/99. اشخاص حقیقی که سال مالیشون
در سال 98 تموم می شده، باید در 31/3/99 هزار می دادن، شده 31/5/99. مولت رسیدگیشون هم شده 31/3/400. ابلاغ قانونیشون هم شده تا 36/1400. این جدولش هست اونجا. و اما قوانین مجامع بورسی، موعد قانونی شرکت های بورسی، اونایی که تا قبل از 28/12/98 مجمعشون باید برگزار میگردند، دقت کنید، اونایی که تا قبل از 28 یعنی سال مالیشون 36 یا 39 بوده، سه ماه افزایش پیدا کرده، حد اکثر تا 33/99 باید مجمعشون برگزار میکردند، اونایی که مجامعشون قبل از 98 بوده. اونایی که مجامعشون افتاده بوده در سال 99 و تا 31/4/99 بودن، اونا مجامعشون تا 31/6/99 میتونن برگزار کنن. موارد قانونی ارزش افزوده، اظهارنامه 3 ماهه آخر سال 98 ما باید 15/1/99 میدادیم، الان تا 31/2/99 باید رد کرده باشیم. اظهارنامه اولین فصل معامله سال 99 باید تا 31/4/99 میدادیم، تا 31/6 به ما وقت دادن. معاملات فصلی، صورت معاملات فصلی زمستان سال 98 باید در 15/2/99 میدادیم، دو ماه به اون وقت دادن، تا 15/4/99 وقت دادیم. صورت معاملات زمستان یعنی آخرین فصل سال 98 تا 15/4/99 وقت داریم، اگر ندادیم نگران نباشید. و اما فصل اول سال 99 که تموم شده و باید در 15/5 میدادیم، تا 15/7 تمدید شده. چه اتفاقی در سازمان مالیاتی میفته؟ سازمان مالیاتی الان یه سامانه نقل انتقال املاک وضع شده، به سامانه نقل انتقال خودرو هم وضع شده، به سامانه خروج از کشور هم وضع شده، به سامانه گمرک هم وضع شده، به سامانه وزارت سمت هم وضع شده. با این سامانه و ماده 169 به احتمال زیاد دکه های مالیاتی یا این کافینت های مالیاتی گسترش پیدا میکنه. به احتمال زیاد ما همین امسال شاهد ظهور اپلیکیشن های مالیاتی خواهیم بود که شما میتونید رو موبایل نصب کنید و از طریق اون اظهارنامه ها و اینا رو نصب کنید، به جز مال سازمان مالیاتی دارم میگم. به احتمال زیاد مؤسسات خدمات مالیاتی مجوزدار معرفی خواهند شد. اگر در قانون مالیات خونده باشید، شما میتونید نرم افزار استفاده کنید. این نرم افزار باید به تایید شورای انفورماتیک برسه. بنابراین در شرکت های نرم افزاری یا شرکت های تولید کننده اپلیکیشن اگر اونجا ثبت شده باشن، شما به نظر من امسال میتوانید شاهد چنین چیزی باشید که به احتمال زیاد یک سری شغلا رو برای بچهای رشته حسابداری فراهم خواهند کرد. تکس تلفن فعال خواهد شد. در حال حاضر تکس تلفن تو ایران فعال نیست. فعال خواهد شد. توسعه مالیات از راه دور، یعنی دیگه هیچ ارتباطی رو با ماموران دارایی نداشته باشید. آنلاین مالیات شدت خواهد گرفت. الان هم تقریبا هست ولی بیشتر خواهد شد. سیستم معدی پردازش خواهد شد، یعنی شما خودتون سیستمایی رو استفاده خواهید کرد که غلطهای سیستم رو بهتون میگه، دیگه نمیخواد بعدن برید اونجا. اینا نیازمند به این اپلیکیشن، من اطلاع دارم که الان در حال حاضر بعضی از شرکت‌های نرم‌افزار دارن این کارو میکنن. مثلا سیستم آنلاین محاسبه مالیات و حقوق هست که شما وقتی حقوقا رو میذارید اونجا، اون سیستم خودش به شما میگه شما درست عمل کردید یا نکردید. سیستم محاسبه مالیات عملکرد هست. الان هم به نوعی در مورد مشاغل هست که اگر مشاغل اشتباه کنن، خود سیستم میگه شما اجازه نمیده نکست عملیات بعدی رو انجام بدید. سامانه مالیات بر ارزش افزوده و کارپوشه معدیان در حال تدوینه، یعنی برای هر معدی مالیاتی یه پوشه که ما اسمش میذاریم کارپوشه یا یک فایل در نظام مالیاتی طراحی میشه. شما میتونید به اون مراجعه کنید، کلیه ایمیلایی که به شما داده، مکاتبات که با شما شده، کلیه فایلایی که فرستاده اونجاست، میتونید اونجا ببینید. در فرصت اصلاح هم باشه میتونید اصلاح کنید. بحث ادغام لیست حقوق بیمه ای و لیست حقوق مالیاتی جدی شده، به احتمال زیاد تصویب خواهد شد، به این دلیل که شرکت ها برای که بیمه کمتری بدن هزینه پرسنلی کمتری رو اعلام کنن، ولی برای که مالیات کمتری بدن هزینه پرسنلی بیشتر اعلام کنن. در همه جای دنیا چون سازمان مالیاتی و سازمان بیمه یکیه، خب به سادگی این قابل ردیابیه. اما در ایران چون نیست، قابل ردیابی نیست.
نظام مالیاتی داره در عراق یک تفاهمنامه رو، البته میدونم وزیر تعاون با نظام مالیاتی امضا کرده، ولی داره قانون میشه که هر دوتاش یکی بشه. مصوبه بعدی که در جریان باید باشید و در ماه ده 98 تصویب شده برای تجدید ارزیابی بود، یه قانونی داشتیم به اسم قانون استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالاهای مصرفی. تو این قانون گفته شده که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تفسیر یک ماده 149، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال مجاز است. دقت کنید، یک قانونی در 15/2/98 تصویب شده اجازه داده افزایش سرمایه صورت بگیره، مازاد افزایش سرمایه مستقیم بره به تجدید ارزیابی صورت بگیره، مازاد تجدید ارزیابی مستقیم بره به حساب افزایش سرمایه. یعنی ماده 149 قانون سال 95 عملا خونسا میشه، چون این مصوبه در واقع با اصلاح آیین‌نامه تجدید ارزیابی مؤخره. شما میتوانید، چون تو قانون گفته شده بعد از ابلاغ ماده 14 این قانون و ماده 14 این قانون در 21 خرداد تو روزنامه رسمی آگهی شده و به موجب قانون، به موجب ماده 2 قانون مدنی، هر چیزی که در روزنامه رسمی آگهی بشه 15 روز بعد قابل اجراست، پس شرکت ها می توانستن از 5 تیر 1399 دارایی خودشون تجدید ارزیابی بکنند، حتی اگر سال قبل کرده باشند. به این نکته من توجه کنید، اگر شرکت، همین کاری که الان بورسیا کردن دیگه، اگر شرکتی سال 1397 تجدید ارزیابی کرده به موجب استاندارد، 5 سالی یه بار میتونسته این کار، 3 سالی یه بار در واقع میتونسته این کار انجام بده، به موجب قانونم 5 سالی یه بار. با این مصوبه اون شرکت میتواند مجدداً تجدید ارزیابی کند، چون تو این قانون گفته شده که این مدت از بعد از این قانون قابل اجراست. دقت کنید، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشد. منظور از دارایی، دارایی است که مطابق استاندارد حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل دارایی مشهود، نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت، دارایی زیستی موارد است. یعنی شما اگر یک شرکت سرمایه گذاری در بورس هستید، میتونید پورتفولیوتون این کار رو انجام بدید. کاهش مبلغ دفتریش، یعنی زیان حاصل از تجدید ارزیابی، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمیشود. درست هم است. شما یه اصل حقوقی دارید، باید بدونید که از هر منبع مالیاتی یک بار مالیات گرفته میشود و هر منبع مالیاتی هم یک بار معاف می شود. ما نمیتونیم تجدید ارزیابی رو معاف کنیم، دقت کنیم، استهلاکشو بپذیریم. ما نمیتونیم تجدید ارزیابی رو معاف کنیم، زیانشو بپذیریم. اگر یه قلم از دارای تجدید ارزیابی بشه، تجدید ارزیابی تمام اون طبقه‌ای که اون قلم توشه الزامیه. مثلا اگر شما اومدید در طبقه بندی اساسیه اداری میخواین تجدید ارزیابی، نمیتونید یه میز و تنهایی تجدید، باید همه اون اقلامی که اونجا تجدید ارزیابی بشه. چنانچه در یک طبقه دارایی نامشروط تجدید ارزیابی بشه به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابیش امکان پذیر نباشه، به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک هم باشه، میتونید این کارو بکنید. اینا رو البته تو قانون قبلی هم بود، من اون چیزی که الان تصویب شده خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، اختیار انتخاب کارشناس رو مجمع داده، یعنی مجمع میتونه به یک کارشناسی که کارشناس رسمی دادگستری هم نباشد ارجاع بده، که همین باعث شده فساد پیش بیاد. در حالی که در شرکت‌های بورسی باید از کانون کارشناسان رسمی یا کارشناسان قوه قضاییه رسما تعیین بشن و اونا ارزیابی انجام بدن. هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده به نسبت
افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. ما یه دارایی داریم 100 ریال، تجدید ارزیابی میشه 200 ریال. صد تجدید ارزیابی استهلاکش قابل قبول نیست. دو، در محاسبه درآمد مشمولیت این دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابی منظور خواهد شد. یه دارایی دارم 100 ریال، تجدید ارزیابی میکنم 200 ریال. دقت کنید، دو سال بعد میفروشمش 700 ریال. باید بگم 700 منهای 100 اولیه، منهای استهلاک سود شناسایی کنم. نمیتونید بگید 700 منهای 200 قابل رقم تجدید ارزیابی. یه دارایی دارم، یه بار دیگه میگم 100 ریال تجدید ارزیابی میشه امسال 200 ریال، سال دیگه میفروشمش 700 ریال. بعد بگیم 700 منهای بهای تمام شده، منظورمون بهای تمام شده اولی است، اون 100 اولی و استهلاکش. اگر تو دارایی تجدید ارزیابی شده دارایی سهام املاک باشن، در هنگام فروش طبیعتاً معاملات به قیمت منطقه‌ای که گفته شده ازشون میگیره. مثلا یه ملکی ما داریم الان، یه زمینی داریم 100 ریال، تجدید ارزیابی کنیم 1000 ریال، بعد میفروشیمش 3000 ریال. زمین در بخش ماده 54 قانون مالیات‌ها به قیمت منطقه‌ای مالیاتش گرفته میشه، ربطی به تجدید ارزیابی نداره. ساختمان هم اینجوریه، سهم هم اینجوریه. اگر یه سهمی داریم تجدید ارزیابیش می‌کنیم 1000 ریال و قیمت تمام شدهش 100 ریاله، به قیمت تابلو موقع فروش ازش مالیات می‌گیرن، بنابراین مشکل خاصی نداره. پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود زیان یا اندوخته و یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استاندارد بوده و مشمول مالیات میشه. یعنی مثلا فرض کنیم شرکت زیان انباشته داره بیش از نصف سرمایه، شما بیاین از طریق افزایش سرمایه زیان رو پاس کنید، باید سرمایه رو ببری بالا. وقتی سرمایه رو ببری بالا خود به خود اون از شمول ماده 141 خارج میشه، ولی زیان رو نمیتونی باش بپوشونی. دولت وقت داده که بعد از تجدید ارزیابی یک سال وقت دارید که برید تشریفاتشو انجام بدید. واقعیت اینه که یه شرکت بعد از یک سال نتونه تشریفاتشو انجام بده، احتمالاً این شرکت مشکل داره، مشمول مالیات باید بشه، جونش در بره بدونه که این کارا رو باید با برنامه انجام بده. دقت کنید، این تبصره 2 میگه اثر مدت مذکور، یعنی اون 5 ساله، نسبت به آینده است. یعنی شما اگه قبلا تجدید ارزیابی کردید، از تیر 98 بعدم میتوانید یک بار دیگه تجدید ارزیابی کنید. خودش هم تاکید کرده، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرده اند، تا مدت 5 سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی برای استفاده از معافیت نخواهند شد، من بعدش نخواهند. محدودیت 5 ساله مندرج در این ماده در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از 5 سال مجاز است. مثلا من دارایی من اساسیم رو تجدید ارزیابی کردم، ولی ماشینالاتم رو نکردم. اساسیم رو سال 97 کردم فرض کنیم، اصلا 98 انجام دادم. از 98 تا 5 سال من دیگه اساسیه رو نمیتونم بکنم، ولی بقیه طبقات که نکردم میتونم انجام بدم. این تصفیب نامه که در 21/10/98 تصویب شده، از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی لازم الاجرا. حالا میریم ماده 14 شو تو روزنامه رسمی ببینیم اون کی تصویب شده. ماده 14 از 15 خرداد 98 به تصویب مجلس رسیده، در 21 خرداد 98 تو روزنامه رسمی آگهی شده، به استناد ماده 2 قانون مدنی از 5 تیر 98 لازم الاجرا است. یعنی تجدید ارزیابی های جدید از 5 تیر 98 می توانسته صورت بگیرد. و اما اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم
که در حال حاضر در هیئت وزیران در حال بررسی است. در اصلاحیه‌ای که در هیئت وزیران در حال بررسی و پیش‌نویسش منتشر شده، هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در ایران در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق به استثنای موارد زیر مشمول مالیات بر عایدی می شود. به استثنای، یعنی نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل که قبل از تصویب این قانون تملک شده باشد. مثلا من یه خونه ای رو پیش خرید کردم، الان نشستم توش، ولی سندم بعد از این قانون صادر میشه، من مشمول این قانون نیستم. نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری مشمول ماده 77، یعنی در مورد ماده 77 که بساز بفروشیه، اگر من قرارداد بستم واگذاری محل منتقل انجام دادم، شامل این قانون نمیشه. اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی یا فرزندان صغیر تحت تکفل وی طی هر 3 سال در اجرای این بند سهم مشاعی یک انتقال محسوب می شود. قانون تصویب میشه. اولین نقل و انتقالی که من انجام میدم یا فرزند به عنوان فرزندان تحت صغیرم انجام میدم مشمول این قانون نمی شود. اولین نقل و انتقال قطعی به موجب ارث نمی شود. اما عایدی چیه؟ عبارت از ما و تفاوت یا مازاد ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن. یه ملکی رو امروز خریدم 10 ریال، بعد از این قانون، اینا که دارم میگم هنوز تصویب نشده، فقط در جریان باشید، به احتمال زیاد تصویب میشه امسال، فقط در جریان باشید، به دلیلی که شما تو شرکت ها هستید، هر خاکی میخواید سر شرکت برید این قانون رو از الان بخونید انجام بدید. به نظر من یه مدیر مالی، یه حسابدار زرنگ، یه حسابدار رسمی که مشاور مالیاتی، هنرش اینه که این مشاورا رو، مشاور مالیاتی که بتونید از قانون استفاده کنید و تسهیلات مالیاتی برای معدی فراهم کنید، جرم نیست. ما میگیم فرار مالیاتی یعنی هر گونه اقدام غیر قانونی. اگه شما اقدام قانونی انجام بدید، در واقع نوعی فرار قانونی انجام بدید، نه تنها جرم نیست، یه چیزی هم جایزه بهتون میدن. من با پیش خودم فکر کنم، من دوانی فرض کن 4 تا خونه دارم، این قانون تصویب بشه 2 تاشو ممکنه مشمول بشه، خب قبل از قانون واگذارش کنم، اگه به نام بچه‌ام میتونم به نام اونا بکنم، بشکنمش. پس عایدی میشه این که من یه ملکی رو خریدم 10 ریال. از کجا میفهمن؟ اگه تو سندایی که زده میشه تو ایران، اینا قیمت منطقه، قیمت واقعی نیست، اما اونایی که پیش فروش کردن قیمت واقعیه. چکی که دادید خریدید، خود قانون پیش بینی کرده که اگر قیمت نداشتید از طریق کارشناس قیمت روز تملکش به دست میارن. اگر نرخ‌های مالیاتی یک سال و... اگه یه ملکی رو خریدید و 1 سال و کمتره، دقت کنید، یه ملکی رو خریدیم 1 سال و کمتر باشه، 25% عایدی مشمول مالیات میشه. اگه یه ملکی رو خریدیم بیش از 1 سال تا 6 سال، به ازای هر سال 2.5% نرخ مذکور اضافه میشه، کم میشه ببخشید. یعنی من یه ملکی رو خریدم، فرض کن این قانون امسال تصویب بشه 98، من یه ملکی رو سال 97 خریدم 100 ریال، حالا میفروشمش 200 ریال، 100 ریالش مشمول مالیات میشه، 25% باید بده. ولی فرض کن این ملک رو سال 98 خریدم، 96 خریدم، بیش از 1 سال، به جای 25% 2.5 واحد به ازای هر سال کم میشه، اون 2 ساله 2 تا 2.5 میشه 5، 25 5 تاش کم میشه، اون 100 ریال میشه 20%. اگه یه ملکی رو 7 سال بیشتر خریده باشم 10% مشمول مالیات میشه. توضیح دوباره بدم، حتما پیش‌نویسش رو بخونید، رو سایت ها هست، به خصوص برای شرکت ها که تا امروز با فروش قیمت ملک سهم‌بازی میکردن. یادتون باشه در قانون مالیات ما چند تا نرخ داریم. یه نرخ مالیاتی هست مقطوعه، مثل مالیات شرکت ها میگن هر سودی 25% ازش میگیرن.
دیگه از این مالی، از این درآمد مالیات دیگه نمیگیرن، مثل فروش سهم. میگن از مبلغ فروش سهم به قیمت تابلو 0.5% مالیات میگیرین، تو برو هر کاری دلت خواست از سودت بکن. مثل ملک، ملک قیمت منطقه‌ایه. مثلا من یه ملکی رو میخرم 1000 ریال، میفروشم 3000 ریال، مالیات تا امروز نه بر اساس 1000 نه بر اساس 3000ه، بر اساس قیمت منطقه که اون تو دفترچه هست. ممکنه اون قیمت منطقه باشه 10 ریال، هیچگاه قیمت منطقه از قیمت روز اولا بیشتر نیست. برای که بدونید چقدره، عوارض شهرداری سال قبل رو نگاه کنید، قیمت منطقهش توشه. مثلا یه خونه ای که در یوسف آباد احتمالاً امروز متری 30 میلیون تومانه، قیمت منطقهش 200 متر آپارتمان باشه که میشه 4 میلیارد، میشه 6 میلیارد. به نظر من قیمت منطقهش حد اکثر امسال 40 میلیون تومان باشه. بعد 5% 40 میلیون تومان مالیات میدن. تا امروز اینجوریه. دفاتر اسناد رسمی مکلفن قبل از تنظیم سند مبلغ مورد معامله را بر اساس اظهار طرفین برای محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و همین مبلغ را در سند تنظیمی ثبت کنند. یعنی روزگار شهروندا سیاه میشه. چرا؟ چون شما هر چی مبلغ سند بره بالا، 5 در 1000 مبلغ سند حق و تحریر میشه. اونم یه دکون برای آقایون. در صورتی که ملک یا حق واگذاری محل از طریق انتقال قهری یا بلاعوض منتقل شد. انتقال قهری یعنی ارث. پدر من فوت میکنه، قهرن ملک من میرسه. قیمت زمان تملک برای محاسبه مالیات در انتقال بعدی ارزش مبنای محاسبه مالیات زمان تملک خواهد بود. یعنی وقتی پدر من فوت میکنه یه ملک من میرسه، وقتی من مالیات ارث رو میدم ملک به نام من منتقل میشه. حالا اگه من بعد از انتقال فروختم، میگه مبنای محاسبه از زمانی که به نام من منتقل شده. چرا؟ چون قبلش من مالیات ارث رو دادم تموم شده دیگه. فسخ معاملات تا 6 ماه اگر صورت بگیره معامله رو برگشت میدن، ولی بعد از 6 ماه فروش رو برگشت نمیدن. عایدی املاک و حق واگذاری محل که به این صورت ازش مالیات میگیریم، دیگه مالیات دیگه ای نمیده. دعوا از اینجاست. ما میگیم عایدی سرمایه در همه جای دنیا مشمول همه گونه دارایی است. شما چرا فقط ملک رو گرفتید؟ چرا سهم رو نگرفتید؟ چرا سکه رو نگرفتید؟ چرا ارز رو نگرفتید؟ ما میگیم در همه جای دنیا عایدی سرمایه شامل هر گونه سرمایه گذاریه. اولا ملک جزء سرمایه گذاری های مولد، در حالی که سهم‌بازی، سفته‌بازی، ارزبازی سرمایه گذاری غیر مولده. هر جوری که شما فوش بدید به بساز بفروشا، بساز بفروشا یک کار تولیدی انجام میدن. یعنی هم مواد میخرن، کارخونه را میفته، هم حقوق میدن، اشتغال ایجاد میشه، برای سود بیشتر میبرن، خب نرخ مالیاتشون بیشتر کنید. نه اینکه اونا رو ببرید زیر ضربه بقیه را آزاد کنید، مثل همین الان که همه پولا رفته تو بورس، کسی هم دیگه ملک نخواهد ساخت. به موجب این لایحه‌ای که در دست اصلاح است، کلیه خودروهایی که بیش از 5 میلیارد ریال باشه مشمول مالیات خواهد شد. اگه یادتون باشه من همین چند لحظه پیش تو قانون بودجه اون خودروهای بیش از 7 میلیارد دیدیم، چون دولت میدونست این لایحه به سادگی تصویب نمیشه، اومد توی قانون بودجه براش یه آشی پخت، ولی اون برای یک ساله، این لایحه برای همیشه است. گفتن تا مبلغ 7 میلیارد ریال نسبت به کل ارزش 1%، تا 5 تا معافه 2 میلیارد میشه 1%، تا 15 میلیارد نسبت به مازاد 7 میلیارد 2%، تا 25 میلیارد نسبت به مازاد 15% 3%، از 40 میلیارد به بالا هم 5% میگیرن مالیات های لوکس. به نظر شما این مالیات کی خواهد داد؟ این مالیات به هر حال مصرف کننده خواهد داد، چون فروشنده، هر فروشنده یعنی هر صاحب درآمدی مالیات رو جزء قیمت تمام شده خودش حساب میکنه. مثلا پیمانکارا وقتی میخوان قیمت بدن تو مناقصات شرکت کنن، پیش خودشون میگن خب 7 تا 7 مالیات باید بدیم، 5% مالیات بدیم، 7 تا 7 بیمه باید بدیم، 5% مالیات میشه 12%.
مثلا 40 درصد هزینه است، 60 درصد خود به خود میکشن روی قیمت. یعنی این مالیات به طور عموم همیشه مصرف کننده بدبخت داره پرداخت میکنه. حتی 23 درصد حق بیمه که کارفرما پرداخت میکنه و کارفرمایان مدعی هستند که اونا میدن، با اجازتون سهم ماست. چرا؟ چون هزینه قابل قبوله، میره تو قیمت تموم شده، مصرف کننده پرداخت میکنه در نهایت. دقت کنید، اون 23 درصد هم بیمه شده ها پرداخت میکنن از طریق مصرف کننده ها. گفته کسانی که خود رو میخرن تا آخر اردیبهشت ماه هر سال باید این مالیات رو پرداخت بکنن به سازمان مالیاتی. دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مکلفن حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خود رو که مالیات آن پرداخت نشده خودداری کنن. در غیر این صورت به معدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت. کلیه مالکین اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت جمع ارزش روز املاک مسکونی، اهم از خانه یا آپارتمان و زمین با کاربری مسکونی خود و فرزندان صغیر تحت کفالت خود که بیش از 50 میلیارد ریال باشد مشمول مالیات میشن. اون تیکه‌ای که من قبلا گفتم مال بودجه سال 99 بود، یعنی فقط در بودجه بود، ولی این لایحه داره سراسری میشه. من بعد گفتن تا 50 میلیارد املاک مسکونی معاف، بیش از 50 میلیارد تا 70 میلیارد 1 در 1000، تا 150 نسبت به مازاد 70 3 در 1000، و 40 میلیارد به بالا 6 در 40 میلیارد نسبت به اون 50 تا، یعنی 90، یعنی یه خونه 9 میلیارد بیارزه 5 میلیاردش معاف، اون 40 میلیارد آخر نسبت به 25 تا 6 در 1000 باید مالیات بده. منظور از ارزش روز موضوع این ماده ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضرایبی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات هاست که قبل از اجرا شدن این ماده در سال اول و از سالهای بعد تعیین خواهد شد. دولت میاد چیکار میکنه؟ میاد از امسال ارزش معاملاتی رو به ارزش روز نزدیک خواهد کرد. ولی اینجا جا گذاشته که اگر ارزش روز مورد اعتراض معدی بود، ارزش املاک بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی منتخب سازمان مالیاتی انجام بشه. در خارج اینجوریه، از 2 ماه پس از سال جدید، یعنی 2 ماه از آغاز سال جدید، شهرداری های نامه فدرالشهر برای ماها میفرستن، میگن این ملکی که توش نشستی برآورد امسال ما مثلا 1 میلیون دلار. این 2 ماه اول. 4 ماه بعد شهرداری اسسمنت میفرسته، یعنی همون عوارض شهرداری ایران، میگه بر اساس اون عددی که اون موقع به شما گفتن شما امسال 2000 دلار باید مالیات بدید. اون قیمتی که شهرداری به من میگه ملک شما میارزه معمولا حد اکثر 5 تا 10 درصد با قیمت بازار تفاوت داره، در حالی که در ایران اون قیمتی که دولت مالیات میگیره با قیمت بازار از زمین تا آسمون در حال حاضر تفاوت داره. شما اگر برید ارزش معاملاتی که همین الان در تهران انجام میشه، یعنی سال 96 ابلاغ شده، ببینید گرونترین زمین تهران در اقدسیه متری 3 میلیون ریاله، یعنی 300 هزار تومانه. اصلا 300 هزار پول روسری الان. در سال 1347 که قانون تصویب شده بوده، ارزش معاملاتی و ارزش روز 17 درصد اختلاف داشته، ولی بعدن که قانون اومده ارزش معاملاتی عقب افتاده، ارزش روزم که موشکی رفته بالا، به طوری که قیمت ملک، دقت کنید، قیمت دلار در سال انقلاب تا امروز که من خدمت شما هستم، اگر شما 18 هزار بگیرید، اونجا رو هم بگیرید 600 تومن، 3000 برابر زیاد شد. گفته میشه ملک 3500 برابر زیاد شد. سهم هم که قربونش برم توی چند سال قد شده. اشخاصی که دارای 1 واحد مسکونی بودن و درآمد سالانه آنها کمتر از 1,800,000,000 ریال باشد، یعنی 180 میلیون تومان کمتر باشد، میتونن 10% مالیات هر سال بدن، بقیشون رو به تعویق بندازن. این تعویق گفته متناسب با نرخ تورم صورت گیره. حتما یه آینامه بعدا براشون میذارم.
حقوق واگذاری محل، سرقفلی. ما در ایران در مورد سرقفلی قیمت نداریم، قیمت دارایی برآورد. این هم یکی از شاهکارهای کشوری که از سال 45 قرار بوده ما یک ثابته تعیین کنیم، هنوزم نتونستیم. بنابراین ممیز مالیات میره 2 ملک مشاوره با 2 تا قیمت برآورد میکنه، در حالی که میتونیم مثل خارج یه تناسب بین قیمت، مثلا فرض کن یه واحد اداری، اگر در یک ساختمانی بغلمون یه واحد مسکونی باشه، اینجا هم یه واحد اداری باشه، واحد اداری در تهران شهرداری یه رقمی رو به اسم ضریب آ میگیره، هر واحد مسکونی رو به اداری تبدیل میکنه. خب دولت میتونه، دارایی میتونه همین استفاده کنه. وقتی شهرداری هر ملک مسکونی رو با دریافت ضریب آ به اداری تبدیل میکنه، پس تفاوت ملک اداری و ملک مسکونی ضریب آست، نه چیز دیگه. من خودم در یه موردی رفتم هیئت، تونستم رأی بگیرم. یعنی یه ملک مسکونی بود، آقایون میگفتن یه ملک اداری متری 12 میلیون اون سال، ملک مسکونی بغلش متری 4 میلیون. من رفتم گفتم یعنی شما میفرمایید متری 8 میلیون تفاوت شه؟ مگه میشه هم چیزی؟ شهرداری متری 1.5 میگیره، اداری میکنه. اینم نامش رأی گرفتیم. به نظرم میاد که در مورد اداری که حتما میتونید کارو بکنید، در مورد تجاری ها هم میتوانیم ذریع به کار ببریم که از اعمال نفوذ ممدیان مالیاتی خودداری کنیم. در مورد اجاره دقت کنید، توی لایحه گفته درآمد اجاره 25% هزینه، پس از کسر 25% مشمول مالیات میشه. چجوری مشمول مالیات میشه؟ گفته که بر اساس قیمتی که در قرارداد می نویسید، به شرط اینکه این قیمت در سامانه دارایی با اون قیمتی دارایی میگه 75% بیشتر تفاوت نکنه. الان هم تقریبا اینجوریه. فقط الان برای رن، وقتی شما رن بدید مالیات اجاره نمیخوره. در لایحه پیش بینی شده که مبلغ رن بر اساس نرخ سود تسهیلات بانکی مشمول اجاره میشه. مثلا الان چون بانک‌ها 16% میگیرن، اگر من رن بگیرم 100 میلیون، یعنی 100 میلیون بر اساس 16% سودش میشه، 75% مبلغ اجاره میشه. توی قانون قبلی و جدید نوشتن محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد در تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود. توی قانون فعلی گفته که من میتوانم، من دوانی اگه 6 تا واحد دارم، یه واحد خودم و همسرم بشینیم، 5 واحدم به فرزندانی که تحت تکفل من نباشند، یعنی بزرگ باشن، بیرون از خونه باشن، بالای 18 سال بدم، هیچ کدومش هم اجاره تلقی نمیشه. یا 4 واحد بدم بچه‌هام، یکیشم بدم مادرم. تو قانون جدید اینو محدود کردن، گفتن اگه مالک چند تا واحد داره، یه دونه برای خودش، یه دونه هم میتونه برای یکی از اونا بذاره. دقت کنید، چرا اون موقع چند تا بود حالا یه دونه گذاشتن؟ اون موقع که چند تا بود، من یادم خود من تو مجلس بودم، بحث آقایون مجلسی ها این بود که چون پیدا کردن مسکن یا خرید مسکن، خرید واحد مسکونی بسیار سخته، حالا اگه بابایی پیدا شد که میتونه به بچه هاش بده، اجاره هم نگیره، خب معاف باشه. استدلال درستی هم، نه که الان اجاره خیلی کمه، خونم خیلی ارزونه، وزارت سفته بازی اومده اینو معاف کرد. چه اشکال داره که اگه یه پدر 3 تا خونه داره بچه خودش بده؟ ممکنه بگید خب به نامش کنه. نمیخواد الان به نامش کنه. بسیاری از افراد میترسن که ملک به نام دخترشون کنن. چرا؟ میگن دختر شوهر میکنه، عاشق میشه، مال میده شوهر، شوهر میخوره میره. میشه البته یه کاری کرده. آدم های زرنگ ملک رو منتقل میکنن، شرط ضمن عقد میذارن، میگن تا روز که ما زنده هستیم حق فروش نداره. این شرط ضمن عقد یکی از مبانی حقوقی کشوره. ماده 10 قانون مدنی میگه هر گونه توافق بین اشخاص به شرطی که مغایر قانون نباشد معتبر است. یعنی شما خانما از دوره عهد بوق تا حالا میتوانستید در عقدنامه حق طلاق را بگیرید برای خودتون. اگر شما وارد نبودید، بلد نبودید، نمیگرفتید، خودتون مقصر هستید. نه تنها حق طلاق، میتونستید هر حقی رو که فکر میکنید، مثلا توی عقدنامه بنویسید نمیخواین بچه دار بشید، میتونستید بنویسید.
طبیعی بود که اگه بچه دار میشد بچه مشروع بود، شما ولی میتونستید مثلا دبه در بیر طلاق. هر گونه شرط عقلی را میتوانستید یا میتوانید در هر گونه قرار داد، نه فقط عقل، چون عقد ازدواجتون باشه قرار داد، در همه ادیان قرار داده، قرار داد مبانی قرار داده هیچ فرق داره با بقیه. ما در اجاره هم میتونیم این کارو بکنیم. پس میتوانه یه پدری به نام بچه کنه برای که از این مالیت در بره، شرط ضمن عقد، ولی خب موقع باید مالیت نقل انتقالشو بده. املاکی که با اساسیه و اجاره واگذار میشه، درآمد اجاره اساسم جز ملکه. من یک سوله رو میدم اجاره که تو 4 تا ماشینه، اگر اجارش 1000 ریاله 75% مشمول مالیات میشه، دیگه من ماشین رو جداگونه تلقی نمی کنم. مستحدثاتی هم که از طرف مستأجر در ملک به وجود میاد 50% به قیمت اجاره اضافه میشه. مثلا من یه خونه رو اجاره میکنم، میام تو خونه کتابخونه نصب میکنم، نمیدونم یه سری چیزا رو نصب میکنم، هر چقدر قیمتش بود 50% به اجاره باید بگیرم، بعد از مالک کم کنم. تا امروز دقت کنید، تا امروز اگر مالک شخص حقیقی، موجرم شخص حقیقیه، شخص حقیقی مکلف به کسر اجاره نیست، ولی در این لایه من بعد مکلف خواهند شد. تا امروز فقط اشخاص حقوقی موظفن مالیات اجاره را از موجر کم کنن، اشخاص حقیقی مکلف نیستن. اگر ما یه ملکی رو اجاره کنیم، دقت کنیم، یه بخشیش رو به اجاره واگذار کنیم، اون بخشی که به اجاره واگذار کردیم مشمول مالیات اجاره خواهد شد. در قانون جدید گفته وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاهی که بودجهشون از طرف دولت تامین میشه، نهادها و مؤسسات وابسته به آنها و همه اشخاص، یعنی همه اشخاص حقوقی، مکلفن 15% از مال اجاره‌ای که پرداخت کنند به عنوان مالیات علل حساب کسب و ظرف 10 روز به اداره مالیاتی پرداخت کنند. خیلی‌ها هستن که مالیاتو کم میکنن، آخر سال پرداخت میکنن. من خودم این ماده رو نفهمیدم چرا میذارن، چون همین الانم هم کسایی که پرداخت میکنن یک ماه بعد پرداخت میکنن. این 10 روز هر چقدر تو قانون تعداد روزا یعنی تفاوت داشته باشه، موعدا معدیانو قاطی میکنه. به نظر من میشد همون آخر ماه بگیرن. حالا 10 روز گذاشتن، گفتن 15%. چرا 15%؟ همشو بریزن دیگه، مگه نه اینکه مالیات کسر مال دارایی چرا پیش من بمونه؟ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اجاره که در سامانه معدیان ثبت یا بارگذاری شده تعیین می‌شود. در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و نیز در موارد ماده 54 این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول املاک مشابه که هر سال توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد. در مواردی که تمام یا بخشی از مال اجاره به صورت ودیعه یا عنوان دیگر اخذ می‌شود، دقت کنید، معادل حداقل سود و عقود مشارکتی مصوب شورای پول اعتبار نسبت به مبلغ مذکور به عنوان مال اجاره به مبلغ اجاره اضافه مشمول مقررات خواهد شد. من یه ملکی رو میدم اجاره 100 میلیون رن و ماهی 3 میلیون. اون 100 میلیون اگر عقودش سود و عقود مشارکتی مثلا 16%، باید بگم 16% 100 میلیون میشه 16 میلیون. اون 3 میلیون هم 12 میلیون در سال 12 بار میشه 36 تا 16 تا میشه 40 و 52 میلیون. باید مالیات 52 میلیون حساب کنم، ماهانه پرداخت کنم. تنها حسنی که این لایه جدید داره این که اگر من درآمد اجاره رو قراردادش رو توی سامانه ثبت کنم، هر چی نوشتم قبول میکنن. چرا قبول میکنن هر چی که من نوشتم؟ به نظر شما چون هر گونه هزینه برای یک نفر درآمده، هر گونه درآمد برای یک دیگه هزینه است. اگر من ملکمو به یک شرکتی کمتر اجاره میدم، اون شرکت هزینه اجاره رو کمتر مینویسد، اون شرکت هزینه رو کمتر، سود بیشتر به مالیات میدهد.
هزینه قابل قبول افزای سرمایه. بچه شما فارسی که می نویسید به دلیل که فونت این میخوره به هم من نمیتونم بخونم، یا فینگلیش می نویسید یا انگلیش می نویسید. اگر بر اساس اسناد مدارک ثابت بشه اجاره ملک بیش از مبلغ ابرازی معدی یا مبلغ تعیین شده بر اساس ارزش املاک داراییه، اون مبلغ مأخذ قرار میگیره. فرض کن من یه قرارداد دارم نوشتم ماهی 100 تومن، در حالی که ارزش معاملاتی خود سازمان مالیاتی ماهی 50 تومن. خب ابراز معدی هست دیگه، بهش میگن الاقرار بالبینه، یعنی چیزی که خودت گفتی قبوله. اگه مالک ملک خودشو بده اجاره، یه جای اجاره بگیره، ما با تفاوت مشمول مالیات. املاکی با عنوان دستدارمی، یعنی با دست نوشتن، چنانچه متصرف حقوق خودش به کسی دیگه منتقل کنه، او هم مشمول همین مالیات خواهد شد. هر گونه نقل و انتقال ساختمان‌هایی که به ساز بفروش هستند، علاوه بر اینکه ما مالیات موضوع 59 رو ازشون خواهیم گرفت، یه 10% هم میگیریم مثل همین قانون فعلی. و اما ماده 81، برادران کشاورز مشمول مالیات خواهند شد. واقعیت اینه که بخش کشاورزی به این علت معاف بوده در ایران که بخش کشاورزی متولی، دقت کنید، چشت داشت برداشت کشور در زمینه گندم، برنج و دام بوده. یعنی قرار بوده که چون کشور مسائل اساسی زیستیشو فراهم میکنن، این بخش از مالیات معاف باشه. اما در حال حاضر بخش کشاورزی ایران چیزهایی تولید میکنه که عملا زینتی یا لوکس یا لاکچری هستن. به نظر شما این گوجه فرنگی های کوچولویی که در بعضی از این میوه فروشی ها هست ما به عنوان تزیین تو سفره میذاریم، هندوانه‌ای که در هر کیلو هندونه، دقت کنید، هر کیلو هندونه 20 لیتر آب و هر قیمت تموم شده هر لیتر آب یه چیزی حدود 1500 تا 2000 تومان. نباید برای مشکلات آب ما یه مالیاتی بر هندونه ببندیم که یارو نکاره. خیلی از کشورها نمیکارن، خیلی از کشورها هندونه زیاد دارن، برید وارد. مثل ماشین، چه الزامی از شلاق رو سر مردم بدبخت گرفتید پراید بخرن 110 میلیون، در حالی که ما بهترین ماشین در کانادا میخریم 22000 دلار، اونم از دم قسط بدون پیش پرداخت. مگه نمیتونه ایرانی کارو بکنه؟ شما در کشور رو باز بذار، میریزن میان. تمام تولید کننده جان عاشق بازار ایران هم. میگن اینا همه چیز رو نقد میخرن، ما که در خارج قسطیه. برحال ماده 81 گفته درآمد مشمولیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت های بخش های کشاورزی شامل کلیه زیر بخش ها تا 60 تومن به نرخ صفر، مازادش میره به نسبت مالیات مشاغل تعلق میگیره. دقت کنید، مازادش میره اونجا. به نظر من منطقی. و اما ارزش افزوده، سوال اگر اینجوری که نوشتن من دیده باشم، نوشتن هزینه قابل قبول افزایش سرمایه، هزینه استهلاک هزینه قابل قبول نیست. قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقت بود که دوره اجراش 5 سال، 5 سالش تموم شده بود، مرتب به وسیله قانون بودجه تمدیدش میکردن، کما اینکه همین امسال هم در قانون بودجه 99 تمدید شده. از سال 95 دولت یک لایحه‌ای عنوان قانون دائمی ارزش افزوده تقدیم مجلس کرد که به علت اینکه خیلی از اشکالات توش برطرف نشد مورد اعتراض شدید یوزرها، کارفرماها، نهادهای برخال کارفرمایی قرار گرفت. اومد در اتاق بازرگانی جلسات متعدد تشکیل شد، جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره فعال بودن، خود من نماینده هر دو انجمن، هم انجمن جامعه در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت بودم. خوشبختانه در اونجا با توجه به اینکه خود آقای تقوی نژاد و آقای مسیحی هم اونجا حسن نیت داشتن، بسیاری از مشکلات اجرایی قانون ارزش افزوده برطرف شد. ما در قانون ارزش افزوده فعلی یکی از اشکالات اساسیمون این بود که حسابداری نقدی رو عمل می‌کرد.
حسابداری تعهدی رو عمل میکرد، در حالی که در ارزش افزوده واقعیت اینه که باید حسابداری نقدی باشه. یعنی من آنچه که میگیرم مالیات شده بدم، نه آنچه که نمیگیرم. میتونیم ما حسابداری تعهدی عمل کنیم در حساب کتابمون، هیچ تعارضی نداره. اتفاقا یکی از آقایون اعتراض کرد، حالا به هر حال تو مجلس که میدونی از یه پروفسورا زیاد هستن. من گفتم ما که نگفتیم حسابداری تعهدی رو بذاریم کنار، میگیم حسابداری تعهدی عمل کنید، پولش رو وقتی بدید که میگیرید. گفتن سخته. گفتم یعنی از تراکنش بانکی سخت‌تره که شما اونو پیدا میکنید. ارزیابی حق تمر تعلق میگیرد. سلام، تجدید ارزیابی حق تمر تعلق نمیگیرد. خیر، حق تمر و تجدید ارزیابی تعلق نمیگیرد چون شما میبرید افزایش سرمایه. افزایش سرمایه هم به موجب، دقت کنید، قانون توسعه بازارها و شرکت های بورسی که معافن، شرکت های بورسی معافن هستن از تجدید از حق تمر چیز اقتم افزای سرمایه، چون شما وقت تجدید ارزیابی میخوام برای افزای سرمایه دیگه. اون موقع که میبردید حقوق صاحبان سام توی به عنوان یه قلم به عنوان مازاد که اصلا کاری به این کار نشید، وقتی میبرید افزای سرمایه به موجب قانون تحول اصلا معاف بودید، بنابراین تعلق نمیگیره. در قانون ارزش افزوده جدید خوشبختانه این مشکل اساسی حل شد، فروش اعتباری پذیرفته شد. یعنی اگر یک شرکتی 100 ریال فروش میکنه، 50 ریالش نقد، 50 ریالش مثلا قسطی 4 ماهه، 50 ریالی که نقد میگیره مشمول ارزش افزودش، 50 ریال بعد و هر وقت گرفت ارزش افزودش پرداخت. این یکی از اساسیشه. دو، در قانون ارزش افزوده یک سامانه مالیاتی طراحی شد که رفت توی اون قانون مکانیزم قرار گرفت. یعنی سازمان مالیاتی موظف شد یک، علاوه بر این ترجمه، البته همین ترجمه خواهد بود به یه شکل دیگه، یک سامانه مالیاتی طراحی کنه، همه کسانی که مشمول ارزش افزوده میشن برن توی این سامانه ثبت نام کنن، یک کد بگیرن، برای همه اینا یه کارپوشه درست بشه. دقت کنید به این عرایض من. بعد شرکت ایران خودرو فرض کن لنت میخره از شرکت، مثلا شرکت سازنده لنت، شرکت سازنده لنت وقتی که صورت حساب صادر میکند میره توی ارزش افزوده ثبت میکنه که 100 تا لنت فروختن به ایران خودرو. برای ایران خودرو یه پیغام میاد که آقا برو سامانه رو نگاه کن. میره تو سامانه میبینه 100 تا لنت یه نفر گفته فروختم. اگر ایران خودرو خریده تیک میزنه، بنابراین سابمیت میشه، این خرید فروش قطعی تلقی میشه، ارزش افزودش به شما تعلق. اگر این خودرو نخریده یا 100 تا نخریده 50 تا، این حق اصلاح براش جایزه. بنابراین با این کار اصلا این فروش کاغذی و این معاملات سوری از بین خواهد رفت. دقت کنید، یک سامانه است، خریدار میره خریداش ثبت میکنه، فروشنده میره فروشش ثبت میکنه. خریدار اگر تایید کرد این فروش تایید میشه، اگر نکرد هیچ فروش خریدار برای ذمه است، میگه من اصلا همچین چیزی نخریدم، اون فروشنده فروخته بره بده. دومیش این بود که ما یه شرکت داشتیم تامین نیرو انسانی میکردن، قرارداد که میبستن مبلغ کلش مشمول ارزش افزوده میشد. در اصلاحیه جدید آن بخش که پرداخت حقوق دستمزد میکنه کنار میره، کارمزدش مشمول میشه. عملیات بانکی معافه. من اون موردهایی که اساسی خدمتون میگم. منحصراً سود تسهیلات اعطای شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی معاف خواهد شد. الان لیزینگ‌ها میدن، دیگه نخواهند داد. مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد لیزینگ هم مشمول این فعالیت نمیباشد. یعنی اونا مشمول مالیات خواهند شد. خدمات حمل و نقل درون شهری و بین‌المللی معاف. در مواردی که دریافت وجه توسط یک معدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هر گونه خسارت، درآمد حاصل از تاثیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه، اینا مشمول ارزش افزوده نیستند. صادرات کالا به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی معاف است. دقت کنید،
یعنی اگر شما به کیش صادر کردید نتونستید پروانه گمرکی بگیرید، معاف نیستید. خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران، اشخاص حقیقی یا حقوقی یا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران ارائه می شود و محل مصرف خدمت یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورت که مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل به وارد کشور بشود، صادرات محسوب می گردد. فرض کنیم یه شرکت مایکروسافت فردا برجام به هر حال این تحریم از بین بره، یه قراردادی رو با همکاران سیستم ببنده که همکاران سیستم یک قسمت از نرم افزارهای اپلیکیشن های اونو انجام بده و مایکروسافت پولش رو ارزی بده به همکاران، علی رغم اینکه خدمت در ایران صورت میگیرد، ولی چون ارز میگیرد صادرات تلقی میشه، مشمول ارزش افزوده نیست. عرضه کنندگان کالا و خدمات به موجب این قانون یا سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند، دقت کنید، و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید اعتبارنامه نسبت بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مالیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد ویژه می شود. یعنی دیگه ثبت نام کردن معدی ها ربطی به مالیات نداره، همه باید ثبت نام کنن. شما معافی اشکال نداره، ولی تو سامانه باید ثبت نام. پس از راه اندازی سامانه معدیان، همه مشمولان این قانون موظفن به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند در سامانه ثبت نام کرده و معاملات خود رو در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات، دقت کنید، یعنی خرید و فروش در سامانه معدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی، یعنی که دفترتون نمیخواد. ببینید تا الان به موجب قانون مالیات های مستقیم می توانید دفتر قانونی پلم شده نداشته باشید برای مالیات ها، دقت کنید. به موجب آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، ما از 1/1/95 می توانستیم برای مالیات دفتر پلم ارائه ندیم. به دارایی می نوشتیم که ما از سیستم نرم افزاری همکاران سیستم استفاده می کنیم که خودش دفتر داره، دفتر پلم به اونا ارائه نمی دادیم برای مالیات های مستقیم، اما دفتر قانونی و پلم باید می گرفتیم. چرا؟ چون بیمه دفتر الکترونیک رو هنوز نپذیرفته، چون قانون فعلی ارزش افزوده دفتر پلمبو میخواد، چون قانون تجارت ما دفتر پلمبو میخواد. بنابراین ما اومدیم در قانون ارزش افزوده که هر وقت تصویب شد دیگه دفتر قانونی جمعش کردیم، در اصلاحیه قانون تجارت هم دفاتر الکترونیکی پذیرفته شده، میمونه یه بیمه که اونم حل خواهد شد. میشیم مثل آدمیزاد، مثل همه کشورهای دنیا، چون چیزی به نام دفتر پلمب پشیزی ارزش نداره. چرا؟ ما تو سندامو می نویسیم کد 11 بدهکار، کد 13 بستانکار، شهر نمی نویسیم که الان تو دفتر روزنامه می نویسیم به شهر سند، تو دفتر کل هم می نویسیم به شهر روزنامه. کجا شهر وجود داره؟ خودمون سر کار بودیم. امروزه که دوستانی که کار میکنن ماده 81 اظهارنامه داره، استاد شرمنده قانون، ماده 81 اظهارنامه گفته حق تام برای شرکت های سهامی خاص. من عرض کردم افزایش سرمایه شرکت های بورسی معاف، غیر بورسی مشموله. ماده تحول میگه شرکت های بورسی معاف، غیر بورسی هست. پس در ارزش افزوده هم ما دیگه چیزی که شما در سامانه ثبت میکنید دنبالش رو دفترتون نیستیم، و همین علتی که در ارزش افزوده وقت تصویب شد بخشی از تکالیف ماده 169 حذف خواهد شد. چنانچه سازمان در مورد مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی نتواند سامانه معدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه معدیان این موضوع را که بعد از اتمام مهلت به سازمان تسلیم می شود صرفا به میزانی که در تبصره آمده معدود و سایر اظهارنامه بدون رسیدگی قبول کند. یعنی قفل کردن که سازمان مجبور بشه اون سامانه رو
مستقر کنه. بعد از استقرار سامانه، سازمان مجاز حداکثر 1% از پرونده مادیان عضو سامانه را با اولویت مادیان بزرگ مورد رسیدگی قرار بده. یعنی 99% باید خوداظهاری رو بپذیره. چرا میپذیره؟ وقتی ما میایم همه چیز رو در این سامانه ثبت میکنیم، معاملات فصلیمون هم اعلام میکنیم، اظهارنامه مالیاتی رو هم میدیم، قاعدتا در پایگاه سامانه همه اطلاعات موجوده دیگه. برای چی میخوان رسیدگی کنن؟ همین الان هم تقریبا 80% اطلاعات تو سامانه موجود هست. من خدمتتون عرض کنم پارسال سال 97 آخرین روزهای آقای تقوی نژاد یک هیئت دعوت شدن، رفتیم پایگاه ترجمه مالیاتی رو بازدید کنیم. منم تقریبا چون تو تر بودم دعوت شدم. یه خانم مدیر تر بود، گفتیم همه اطلاعات دارید؟ گفت تقریبا همه رو داریم، یکیتون کد ملیتون رو بگید. بگذاریم از اینکه اینا که اومده بودن، خب همه با عزتون ترسیدم، ما دیونه شدیم، گفتیم آقا بنویسید کد ملیمون رو دادید. 3 صفحه پرینت همه پولایی که من گرفته بودم اومد. از جمله اولین پول نوشته بود فریده معشوری 30 میلیون، یعنی یه زنی به حساب من پول ریخته بود. آقایون خندیدن، اول خودم اولا خنده نداره، او ریخته، من ریخته بودم شما باید بخندید. درستون ایشون مدیر مالی دایا رایافته، حقوق من ریخته به حساب، طلبی که داشتم ریخته به حساب. هر چی پول بابت سخنرانی برو بر گرفته بودم توی اون اومد. حالا یه بحثای دیگه هم شد اونجا که حالا لزومی نداره بگم، ولی هر اسمی رو شما میزدی اونجا میومد. اشکال قضیه این بود که اگه اونجا بگی که شما پرونده های 500 میلیون به بالا رو بریز بیرون، کامپیوتر تشخیص نمیده که دوانی رو باید جدا کنه، مال دوانی رو میندازه بیرون. بعد بعضی از آقایون دست گل آب میرن، مثل همین حسابای قوه قضاییه که اتفاقا در تراکنش ها لو رفته بود. یعنی تو تراکنش ها دیدن یه حسابی هست، رقم های سنگین میره، حواسشون نبود که حساب مال قوه قضاییه زیر کیز آقای لاریجانیه. شما نمیتوانید در مالیات بگی این قسمتش باشد آن قسمتش نباشد، چون اولین باری که این با این سوراخ رو باز کنید دیگه میره کنار. قانون مالیات ها تنها قانون دنیاست که همه شهروندان را یکسان تلقی میکنند، به همین علت به همه میگه معدی. در قانون مالیات ها حتی ما زن و مرد نداریم جز در بخش ارث، اونم به این علت که تفاوت داره، یعنی اگه تفاوت نداشت اونم برمی‌داشتیم. دقت کنید ما در قانون مالیات ها نه دین داریم، نمی‌پرسیم معدی مسلمان، معدی کافر، معدی وای، میگیم هر کس درآمد دارد مشمول مالیات است. معدی مال یه جایی فقط ما میگیم زن و مرد، اونم به دلیل اینکه در بخش ارث چون تفاوت داره، اگه این تفاوت جمعش کنیم مثل خارج، اونجا هم دیگه زن و مردش هم جمع میشه. معدیان مکلفن مالیات عوارض که فروش موضوعی مال که از خریدار یا کارفرما میگیرن پس از کسر مالیات عوارض پرداختی به حساب سازمان مالیاتی بریزن. عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت شده به حساب استانکاری فروشنده و برای خریدار در صورت مصرف کننده نهایی نباشد اعتبار مالیاتی خواهد بود. گمرک هم موظف این کار بکنه. واردات کالا از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی کالاهای مزبور را به گمرک اعلام کنن. گمرک اون چیزهایی رو که در از داخل رفته اونجا مصرف شده کم میکنه. سازمان مالیاتی هر وقت این قانون تصویب شد از 2 دوره پس از دوره تصویب ابلاغ خواهد شد. مثلا اگه این قانون در مهر 99 تصویب بشه از 1/1/1400 اجرا خواهد شد. و اما مهمتر تغییری که ما مجبور شدیم چون دادرسی مالیاتی مورد اعتراض بود، دقت کنیم، و هیچ راه دیگه هم نداشتیم، اومدیم یک کار شاید غیر اصولی کردیم، بخشی از قانون مالیات های مستقیم تو قانون ارزش افزوده اصلاح کرد. ببینید در این قانون هم سازمان مالیاتی پذیرفت، هم مرکز پژوهش ها پذیرفت، هم خدا خیرش بده آقای مروی. آقای مروی مدیر مسئول این تر در مرکز پژوهش ها بود، از استادان شریف
دانشگاه شریف هم دوره بود با ما، خودش هم پسر بسیار تیزی بود. با وجودی که ایشون به هر حال مالیات کار نکرده بود، فرایند دادرسی مالیات ایران رو ناقص می‌دید. پذیرفت که این اصلاحیه در قانون ارزش افزوده بشه، چون قانون بود گفتیم پیش می. تو قانون ارزش افزوده از ماده 238 بعد اصلاح شد. گفتیم که برگ تشخیص معدی صادر میشه، اگه معدی اعتراض داشت 30 روز بعد باید خودش یا وکیلش بره اداره مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کنه. 45 روز اون رئیس اداره مدتی که بیش از 45 روز نباشه باید رسیدگی کنه. دقت کنید، و مواردی رو که پذیرفته بنویسه، مواردی که نپذیرفتم ننویسه. یا توافق کامل میشه که هیچی، یا اگه توافق کامل نشد آن مقداری که کافیه بنویسه. چون الان نمینویسن، الان میگه یا توافق یا ما اصلا هیچیش قبول ندارم. ضمن که الان نگفته چقدر وقت داره رسیدگی کنه، اینجا وقتش رو محدود کردیم. چنانچه معدی پذیرفت قطعی، اگه نپذیرفت باید فقط نسبت به مبلغ ما و تفاوتش اعتراض کنه. یعنی اگه من رفتم اداره دارایی برای من 100 ریال مالیات بریدن و من 20 ریالش رو قبول دارم 80 ریالش رو قبول ندارم، رو 80 ریال باید اعتراض، 20 ریال باید بدم. اگه 20 ریال ندارم جریمه من میخوره. در مواردی که معدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه معدیان اظهار کرده، مطابق احکام قانون سامانه رفتار خواهد شد. یعنی اگر من اومدم تو اون سامانه مدارک و اطلاعات فرستادم، دارایی میگه قبول ندارم، بی خود میام. دقت کنید. ضمناً در قانون ارزش افزوده میدونید که ما در قانون ارزش افزوده الان تجدید نظر نداریم، یا تجدید نظر یه هیئت میریم بعد بریم یه راست شورا. در قانون جدید کلیه مراحل قانون مالیات ها را برای قانون ارزش افزوده پذیرفتیم. یعنی گفتیم که یک هیئت تشکیل میشه، 3 نفر نماینده سازمان، 1 نفر از نماینده رئیس کل دادگستری که میتواند از اشخاص بصیر در امور مالیاتی هم باشه، یعنی لزوم نداره قاضی باشه. دقت کنید، میتونه دادگستری فردا بگه آقای فلانی مالیات مسلطه، بیاد این کارو بکنه. به این هیئت اجازه دادیم رسیدگی بکنن. اون یه نفر سوم میتونه از نماینده اتاق یا جامعه حسابداران حسب مورد توسط معدی انتخاب بشه. مثلا اگه معدی حسابرسه بگه میخوام نماینده جامعه حسابداران رسمی باشه، اگه معدی عضو اتاق بازرگانی بعد بگه نماینده اتاق، نمیتونه بگه کدوم نماینده اتاق. دقت کنید، میتونه بگه شخص حقوقی، حالا اون دیگه نمایندهشو خواهد فرستاد. رأی 3 نفر لازم، اکثریت لازم و نیاز، ولی رأی اقلیت باید حتما تو رأی نوشته بشه. هیئت حل اختلاف دارای استقلال کاملن، یه دبیرخونه گذاشتیم براش. انشای رأی باید توسط هر 3 نفر صورت بگیره، دقت بکنید، و باید انشای رأی توسط نماینده بند 2 یعنی رئیس دادگستری صورت بگیره، چون الان نماینده سازمان مالیاتی می نویسه بقیه امضا میکنن با ایزد. آقایون نماینده قوه قضاییه مدعی شدن که خب ما ممکنه مسلط نباشیم، بنابراین اتاق بازرگانی همین امسال، یعنی سال ببخشید سال 98 پذیرفت، بودجه رو اختصاص داد، با قوه قضاییه نشستن، یه تفاهمی رو کردن. اولین جلسش هم خود من رفتم برای قضات در کرمان، برای اولین بار در واقع یه آدم غیر قاضی برای قضات توضیح دادم. اتفاقا جلسه بسیار خوبی بود. با آقایون گفتم آقا شما برای نسبت میره تو اون جلسه قاضی هست، اون آدم بدبختی که میاد اونجا معدیه، همه امید شماید، شما یا خوابید یا نیستید. بعدم یارو میاره مینویسه، شما هم زیرش امضا میکنید، پولتون میگیرید میرید. اولا اون پول ما یک بودجه خاص میذاریم که شما جیره بگیر آقایون نباشید. در ثانی قوه قضاییه جدا کنه حدود 1000 قاضی را، هم از بازنشسته و غیر بازنشسته، در گروه های 50 نفره بشن 20 کلاس، از بین بچه های مالیاتی که یه نفر مسلط است که گفتم یه جلسش انجام شد، بره کلاس مالیاتی بذاره که آقایون هم بتونن وارد
جزئیات دعوا بشن. سازمان مالیاتی باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه دقت کنید به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیئت رو به پرونده فراهم کنید. الان که ببینید چه اتفاقی میفته، الان تا روز ساعتی که شما میرید اونجا هیچ کس معلوم نیست پرونده دست کی میفته. آقایون مدعیان که ما اگه قبلا بگیم ممکنه برن با نماینده ما توافق کنن، فساد میشه. سوال ما اینه اگه یه نماینده قد فاسده بشه دردی میخوره؟ چطور در دعاوی دادگاه های عمومی که دعاوی ناموسی و دعاوی مالی بسیار زیاد هست از قبل مشخص قاضی کیه و وکیل و پرونده دسترسی داره، ولی در پرونده مالیاتی یک اعضای هیئت روشن نیستن، دو معدی نمیتونه پرونده رو ببینه. قبول کردن آقایون، بالاخره در این قانون تصویب شد، یک هفته قبل اعضای هیئت پرونده رو بخونن که وقتی میرن تو هیئت من میرم توضیح بدم من خدا بفهمن چی دارم میگم. اونجا سومنبگ نشستن من یه سری مسائل رو میگم، بعد که من رفتم یه بحثایی میشه، معمولا نماینده دارایی مسلط تر آقایون مجاب میشن. به نظرم میاد با این از فرایند دادرسی بهتر خواهد شد. به این علت که تا الان این هیئت‌ها زیر نظر مدیر کل بودن و مدیر کل‌ها بعضیشون اینقدر ببخشید پررو بودن که به هیئت‌ها دستور هم میدادن، گفته شده در تبصره 8 اصلاحیه جدید به منظور اجرای عدالت و اصل استقرایی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی تشکیل خواهند شد. یعنی دیگه هیئت‌ها زیر نظر اداره کل نیستن. الان واقعیت اینه که مدیران کل دستور میدن. ما دیدیم مثلا اومد تو جلسه گفته سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل معدی یا نماینده قانون وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیئت فراهم کند. در مورد 250 که مکرر اینجوری شد که معدی یا دادستانی انتظامی مالیاتی می توانند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیات تایید نظر به استناد عدم رعایت قوانین مقررات یا نقض رأی به هیئت 251 ارجاع بدن. به نظر من این برای ما خوب بود، ولی یه بحثم برای دادستانی انتظامی. به نظر من اصلا حق اعتراض باید از خود سازمان مالیاتی بگیرن. سازمان مالیاتی وقتی برگ تشخیص رو صادر میکنه پس یک ادعا کرده، ادعای خودش که دیگه نمیتونه نقض کنه. که دقت کنید، من میرم دادگاه شکایت میکنم، میگم مثلا این آقا یا این خانم حق منو تضییع کردن، من حد اکثر میتونم ادعامو پس بگیرم. نمیتوانم در دادگاه وقتی گفتم ایشون 2 ریال از من خورده بگم نه خیر 3 ریال خورده. این بند به نظر من به هر حال تصویب شد، ولی یه بخشیش اشکال داشت. در بند 3 ماده 255 که نوشتیم نظر اکثریت اعضای شورای مالیاتی شد نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای مالیاتی، یعنی در اختیار از هیئتاشون گرفتیم شد هیئت عمومی. فرقش چیه؟ وقتی شما شکایت به شورای مالیاتی میکنید پرونده تو میره به یکی از شعب شورا، اون شعبه رأی میده. آراء شعب برای سایر شعب الزامی نیست. 1-2 آراء شعب برای سایر معدیان هم الزامی نیست، موردیه. اما اگر پرونده بره شورای عالی مالیاتی، آراء شورای مالیاتی برای همه شعب و سازمان مالیاتی لازم الاجراست. ضمناً چون شورای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رأی داده، سایر معدیان هم میتونن استفاده کنن. عین دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری اگر رأی بدن فقط اون شاکیه میتونه استفاده کنه، سایر شعب ممکنه اون رأی رو ندن، سایر معترضین هم ممکنه نتونن استفاده کنه، ولی اگر هیئت عمومی دیوان رأی بده قابل اجراست. ماده 270 ما پیشنهادمون در جامعه و انجمن این بود که چنانچه
بر اساس قصور هر یک از ماموران مالیاتی خسارتی به هر یک از مؤدیان مالیاتی وارد شود و این خسارت در دادگاه زی رفت اثبات گردد، علاوه بر اخراج مؤدی مامور مربوطه، دولت موظف است خسارت به انضمام خسارت مربوطه را طبق رأی دادگاه جبران نماید. یعنی معتقد بودیم مثل همه جای دنیا این قانون است. این قانون هست که ماموران دولت نمیتوانند حقوق مردم را از بین ببرند. یعنی اگر یک مؤدی یا یک مامور دولتی کاری کرد که به من ضرر وارد شد و من رفتم دیوان بعد 3 سال رأی داد گفت آقای دوانی بر حقه، میگن خیلی خوب ایشون معافه، میگن بابا توی این مدت من از بین رفتم. کما اینکه آقایون در اصفهان یک کارخونه رو مشمول مالیات ارزش افزوده به اشتباه کردن، کارخونه نداشت بده و شکست شد، بعد از 3 سال دیوان رأی داد که کارخونه درست گفته، چه فایده داشت که کارخونه شکست شده، هیچ کاری هم نداشت. هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیئت حل اختلاف از روی تعمد درآمد مادی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیئت عمومی شورای مالیاتی تعیین میکند که غلطه باید قاضی تعیین کنه، متخلف مجازات اداری حداقل 3 ماه و حداکثر 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در مالیات ارزش افزوده متاسفانه لوروز منم نبودم، دوستان دیگه هم نبودن، ماده 29 که در واقع ماده 28 که حسابدار رسمی بود حذف شد. آقایون مدت هاست که دنبال این هستن که جامعه مشاوران مالیاتی رو راه بندازن و از بازنشسته هاشون استفاده کنن، امری که خلاف قانون اساسی اساسا در همه جای دنیا بازنشسته دیگه کار نمیکنه. تو ایرانه که ما به دلیلی که حقوق بازنشستگی کفایت نمیکنه دوباره بازنشسته ها شغل دوم سوم هم دارن، کما اینکه 70% نیروی شاغل در پتروشیمی مناطق ویشی و اصلویه شاغلین قبلی هستند. این باعث میشه که نیروی کار جذب نشود و ما در نرخ شاغل دچار مشکل بشیم. اولا لزوماً کارمندان سازمان مالیاتی آدمای مسلطی نیستند، همانطور که همه حسابدار رسمی ها ممکن مالیات ندونن، بنابراین الزام این که اینا مشاور باشن خود جای سواله. بسیاری از آقایون مالیات مشاغل بودن، اصلا مالیات شرکت بلد نیستن، خودشون هم بهتر از من اینا میدونن. دو، ارتباط بازنشسته با سازمان قبلی در هیچ کجای دنیا جاری نیست، چون میتونه رابطه ایجاد کنه. به هر حال حسابدار رسمی رو حذف کردن و به جاش این آقایون آوردن. به نظرم میتونستن این کارو بکنن، اگرچه به ذهنم نمیاد که شورای نگهبان هم ایراد بگیره، چون ایراد یه شورای نگهبان رو هر شب بگیره ایرادات شکلی برطرف خواهد شد. من بحثم اینجا تموم شد. فقط دقت بفرمایید، من قرار بود تغییرات قانون مالیات ها رو بگم بعد از اصلاحیه. خود قانون دوستان دیگه دارن. مهمترین قانون مالیات ها ماده 1 قانون مالیات هاست که یک بار حتما مراجعه کنید. ماده 1 قانون مالیات ها میگه کلیه اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا از خارج از ایران کسب میکنن مشمول مالیات میباشد. ماده 1 در واقع مشمولین مالیات توضیح میده، ماده 2 اونایی که نباید مالیات بدن توضیح میده. اما ما ماده 1 معمولا نمیخونیم، بچه همه دنبال معافیت ها و یرفا هست. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران، پس 1 ایرانی، 2 مقیم ایران، نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از خارج از ایران کسب میکنن. مقیم ایران، من ممکنه ایرانی باشم ولی مقیم ایران نباشم. من همی الان ایرانی هستم ولی اومدم خارج از ایران، اگه بیش از 6 ماه اینجا بمونم به موجب حقوق بین الملل از نظر مالیاتی مقیم خارج تلقی میشم. هر کس به موجب ماده 181 که قانون مالیات ایران، هر کس بیش از 183 روز متوالی یا متوانه در ایران باشه از نظر مالیاتی مشمول قانون مالیات ایران خواهد.
یعنی اگه نباشه مجموع مقامات ایران نیست. دو، کلیه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که از ایران کسب میکنن مشمول مالیات. یه ده ایرانی هستن، پاسپورت دارن، تو آمریکا هستن، مقیم آمریکا، ساکن آمریکا هست، اما یه خونه تو ایران داره، اجاره میده، مشمول مالیات. نمیتونه بگه من چون تو آمریکا مالیات میدم یا اون درآمد تو آمریکا اعلام میکنم اونجا مالیات میدم، تو ایران نباید بدم. میگه به ما ربطی نداره شما کجا هستید. قانون مالیات های ایران قلمرو نفوذش مرزهای زمینی، هوایی، دریایی ایرانه و ما تو درآمدی که در ایران کسب میکنی مشمول مالیاته، یا درآمدی که تو مقیم از خارج کسب میکنی مشمولته، حتی اگر در خارج معاف باشه. مثلا دبی تکس فریه، یعنی از مالیات معافن. اگر یک کسی در دبی درآمد داره بیاره ایران تو در صورت مالیش نشون بده مشمول مالیات میشه. نمیتونه بگه من دبی معاف بودم. میگه ما کاری به دبی نداریم، ما به ایران کار داریم. بنابراین ثبت شرکت مهم نیست. سومین مورد، کلیه اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب میکنن. اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها. ایرانی یعنی چی؟ یعنی در ایران به ثبت رسیده باشن. هر شرکتی در ایران به ثبت برسد، فارغ از اینکه سهامدارای 100% خارجی باشند، ایرانی تلقی میشه. شرکت و بچه مثل هم هستن. هر خانومی که بارشو یعنی وضع هم کنه در هر کشوری، اون بچه تابعیت اون کشور رو میگیره، اگرچه پدر مادرش ایرانی باشه. برای همین بود که خیلی از خانمایی که حامله بودن در دوران جنگ میرفتن بارو او برمیذاشتن زمین در کشور خارجی. اون بچهه اونجا تابعیت میگرفت، وقتی بزرگ میشد برای پدر مادرش اقدام میکرد. من خیلی از رفقای خودم همینجوری بودن، یعنی در دوره‌ای که ما آمریکا بودیم اونجا ازدواج کرده بودن، بچه‌دار شده بودن، برگشته بودن ایران. سال مثلا 89 90 پسرش رفته بود اونجا، تقاضا که باباشم اونجا رفت گرین کارت یا پاسپورت گرفت. پس شرکت هر کجا ثبت میشه، فارغ از اینکه سهامدارش کی هستن، تابعیت اون کشور رو میگیره. کما اینکه زیمنس ایران 100% متعلق به آلمانه، ولی ایرانی تعلق میشه، تو ایران ثبت شده. خیلی شرکت دیگه هم داریم. پس هر شرکتی در ایران به ثبت میرسه، نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از خارج از ایران کسب میکنه، مشمول مقررات قانون مالیات هاست. ممکنه مالیات نده. مثلا یه شرکت ایرانی صادرات میکنه، درآمد صادرات ما. آخرین مورد اینه که درآمدهایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که مقیم ایران نیستن و از ایران کسب میکنن نیز مشمول مالیات هست. مثلا یه شرکت ایرانی میره لندن، از بانک HSBC پول قرض میکنه، بهره میده. HSBC در ایران نیست، شعبه هم نداره. اون بهره مشمول مالیات. اما اینکه ما چجوری ازش مالیات بگیریم، از کی بگیریم، چون HSBC در ایران نیست، میگیم دریافت کننده باید مالیات قطع کنه بده. در این مورد بیشتر این موارد به ماده 107 برمیگرده، یعنی فعالیت خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی در ایران که در ایران دارای نمایندگی نیستند. شرکت توتال فرض کنید میخواد میدان گازی آزادگان رو به بهره برداری برسونه، یه قراردادی با شرکت نفت میبنده، از دبی با امارات میره کیش، نیروش با هلیکوپتر میبره جزیره سیری، کاراشون رو انجام میدن، با هلیکوپتر میان کیش، با هواپیما برمیگردن دبی. ما از کی مالیات بگیریم؟ توتالی وجود نداره. میگن کارفرماش وقتی پول میخواد بده در هر پرداخت، مالیات مربوطه رو کسر کنیم. این عرشه افزوده با واردات. وقتی یه جنسی رو وارد میکنید، واردات کالا مشمول ارزش افزوده میشه، ولی ما که از صادر کنندش که تو کشور خارجی که نمیتونیم بگیریم که. مثلا ما رفتیم فرض کن شیر خشک بردیم، شیر بچه بردیم از شرکت اندی دانمارک، شرکت اندی اینو صادر کرد تو کشور خودش، از موافقت استفاده میکنه، میگه من چیکار دارم تو ایران، تو که وارد کردی برو بده، ما میدیم ولی به نام یارو میدیم.
پس ماده یک رو حتما توجه بفرمایید که بعد نگید ما شرکتمون توی مثلا ویرجین آیلند لندنه، توی دبیه، توی فلان کشور معاف از مالیات، اینجا چرا باید مالیات بده؟ نه، اینجا مشمول مالیات میشه. اما اگر یه درآمدی داریم در یه کشوری مشمول مالیات شده، وقتی میاد ایران با نرخ مالیات ما مطابقت میدیم که 25%، هر کدام بیشتر بود ما قبول داریم. مثال، یه شرکتی داریم، یه شعبه داره در لندن کار میکنه، اونجا یه درآمد داره $100، مالیات داده $10، $10، این %10. وقتی درآمدشو در ایران ثبت میکنیم، چون این درآمد صادراتی هم نیست، اینجا باید 25% مالیات بده، میشه 25 تا، اونجا 10 تا داده، 15 تا دیگه ازش باید بگیره. درآمد چه خالص نمیتونی ثبت کنی. حالا اگه سوالی دارید بفرمایید، من جواب بدم. مجددا به این تیرمایی ها تبریک میگم، انشاءالله همیشه موفق باشید، با هم دیگه هم قهر نکنید. کسی سوال نداره؟ تأکید کنم اینا که راجع به ارزش افزوده گفتم، لایحه هست، رفته شورای نگهبان، ایراد شکلی گرفته، قطعا تصویب خواهد شد. اونایی که راجع به لایحه پیشنهادات قانون مالیات مستقل در هیئت وزیران مطرح شده، حتما برید پیشنویس چه بخونید. ممکنه لازم باشه شرکت‌ها یه سری اقدامات از الان بکنن که دچار اون نرخ‌ها نشن. فارسی که می‌نویسین کشاورزی باید بله کشاورزی باید اظهارنامه بدم. با اصلاحیه جدید باید کشاورزی اظهارنامه بدم، چون بیش از 6 میلیون 60 میلیون مالیات می‌دارم دیگه. از کی قابل اجراست؟ عرض کردم که ارزش افزوده هر وقت ابلاغ شد از 2 دوره بعد تو قانون نوشته. این لایحه فکر می‌کنم که شایدم تصویب نشه، نمی‌دونم، چون الان جنگ و دعوایی هست تو بازار، چون آیدی سرمایه رو مشمول بورس نکرده. من میدونم خیلی از شما ممکن سمبازی کنید، این آیدی سرمایه اگر شامل بورس نشه فاجعه به وجود میاره. چشت نبایش با تشکر، کاش نباشید. اگه بیشتر مالیات بده دقت کنید، اگر اونجا بیشتر مالیات بده، یعنی 40% و بیاد توی ایران، ما میگیم $100 درآمد داشته، 40 ریالش داده، اون 60 ریالش ازش خواهیم گرفت، اونو هزینه تلقی میکنیم. یادتون باشه شرکت های ایرانی به خاطر معافیت در خارج فعالیت نمی کنن، به خاطر تحریم تو خارج هست. حامد، اینه که نوشتی من میریزه به هم فینگلیششون. در مورد درصد به 20%، توی لایحه نوشته شده که اگر این لایحه تصویب بشه نرخ مالیات نمیشه 20%، میشه 10%. دقت کنید، توی لایحه نوشته شده اگر این لایحه تصویب بشه، یعنی هم ارزش افزوده تصویب، هم لایحه آیدی سرمایه، نرخ مالیات شرکت ها میشه 10%. چرا؟ چون ارزش افزوده خودش از مالیات شرکت ها بالا داده. مالیات فصلی از فرمایه نظمی سرمایه. حالا ما خودم همیشه مخالف این فنگلیش بودیم. معاملات فصلی به نظر میاد که آیین‌نامه‌شو در ارزش افزوده که اجرا بشه اون سامانه، ما نیازی به معاملات فصلی دیگه نخواهیم داشت. چون معاملات فصلی مگه نه اینه که شما خرید فروش مشغوله دارید می‌نویسید؟ خب ما که تو سامانه داریم عمل میکنیم دیگه. خدافظ شما.
برای اطلاع از آخرین اخبار حرفه و دسترسی به جدیدترین منابع آموزشی به کانال ماهر مراجعه نمایید. افزایش مهارت‌های حرفه‌ای با ماهر.